بینندگان عزیز، سلام به شما. خوش آمدید به تلویزیون مردم. گفت با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو. اونایی که میخوان به اصطلاح دوربینشون رو حاضر کنن، تلفنشون رو دست بگیرن، ضبط کنن و ببینن که چجوری سوربی از ترامپ امروز تعریف میکنه، حاضرشن. یکی دو دقیقه بهتون وقت میدم تا دوربینتون رو حاضر کنید، چون یه ضرب المثلی داریم که میگه درست نمیدونم. عیب می جمله بگفتی، بعضی ها میگن عیب می جمله بگفتی، یعنی عیب من رو جمله بگفتی. و این ماجرای ضرب المثل ها و شعرهای ایرانی هر کدومش یه معنی میده، بستگی داره کی خونده باشه، کی تفسیر کرده باشه. اتفاقا یه نوشته ای رو امروز صبح میخوندم و برای آقای فرزاد شبستری هم فرستادم، چون هر وقت صحبت از حقیقت و واقعیت میشه من یاد برنامه یا برنامه هایی که آقای شبستری در تلویزیون مردم داشت و درباره حقیقت و واقعیت صحبت میکرد میافتادم. و این نوشته خیلی جالب بود، نوشته که حقیقت یه آینه ای هست که از آسمون افتاده روی زمین و تیکه تیکه شده. آینه شیشه وقتی میشکنه و حالا هر کدوم از ما یه تیکه از اینو برمیداریم، نگاه داخلش رو به اصطلاح نگاه میکنیم، خودمون رو میبینیم و فکر میکنیم حقیقت دنیا همینه. ولی میگه اگه همه اینها رو کنار هم بذاریم، اون موقع تازه حقیقتی میبینیم که ترک برداشته، شکسته، خورده. خیلی چیز جالبیه. خیلی ممنون از دوستانی که روی فیسبوک با ما هستن. میدونید که قرار ما با فیسبوک اینه که ما کاری به فیسبوک نداشته باشیم. شما اونجا لطف کنید، با هم صحبت کنید، گپ بزنید و اگه نزنید بهتره، چون نشون میده که به اصطلاح اگر اینجا مجلسی هست و بنده هم این افتخار رو دارم امروز که سخنران این مجلس باشم، نشون میده که شما دارید توجه میکنید به گفته های من. دوربینتون حاضر شد. سوربی میخواد از ترامپ تعریف کنه. چرا؟ چون سوربی به خیال خودش حقیقت رو میگه. چیزایی که اشکال داره اشکال رو میگه، میگه بده. چیزایی که خوبه میگه خوبه. حالا شما میگید بذار ببینیم این ترامپ چه کار خوبی انجام داده که سوربی میخواد ازش تعریف کنه. اولا اگر این جریانات دو سه روز گذشته و هفته گذشته رو دنبال کرده باشید، میدونید اون به اصطلاح World Economic Forum، این فورم من نمیدونم به فارسی چه بگیم، مجمع، سمینار، هر کلمه ای هم دست میذاریم، یکیش عربیه، یکیش انگلیسیه، یکیش فرانسویه. در صورت یه چیزی هست که سالیانه جمع میشن راجع به، خیلی هم شورت، یعنی خیلی هم کوتاه زمانش، دو یا سه روز هست. و این بار برای اولین بار آقای ترامپ هم رفته بود و ترامپ هم هر جا میره مثل این دسته چابوکشا یا لاتا که میرفتن رستوران، کافه، نوچه ها و ایناشون هم میبردن. حالا طرف میگه آقا قرار شد از ترامپ تعریف کنی، این تعریف حالا سب بدیم. در صورت آقای ترامپ وقتی رفت، نمیدونم به خاطر حوادث یا به اصطلاح ماجراهایی که اینجا یکی پس از دیگری گندش بالا اومد، یا اینکه دیگه حالا یک سال شده و این دید که نه آقا رئیس جمهوری اونجوری که این میگفت نیست، گفت خب بذار حالا ما دیگه بشیم به اصطلاح گوش به فرمان اینهایی که دارن توی وایت هاوس هستن و توی سنا هستن و توی مجلس و اینها. و به نظر میرسه که یعنی لیشش رو گرفتن، لیش به چیز میشه افسار، به این برای سگ افسار استفاده نمی کنیم، میگیم افسار اسب، ولی برای سگ میگن گردن بند. در صورتی که تو انگلیسی دو تا چی هست برای سگ، یکی اون چیزی که به گردنش میبندن کالر، واقعا گردن بنده، یکی لیشی که بندی هست که به دست شما بسته شده به گردن بند اون. در صورت آقای ترامپ وقتی رفته اونجا از روی نوشته خوند و همه میگن خوب خوند، کاش که ترامپ نوشته‌ای عمل کنه. و آقا نخواستیم این مغز شما و اون امپرووایز فلبداه بودن شما رو نخواستیم. آقای هادی گلی لطف کرده از
ایران، این دوستی که ما چند بار خواستیم تماس بگیریم و نشد و امیدواریم یه روزی به اصطلاح عقل آخونده سر جاش بیاد و فیلترینگ و اینها رو آزاد کنه تا این دوستمونم که اتفاقا آخوند هست بتونه صحبت کنه. از من پرسیده بود آخرین باری که دکتر نصر احمدی در تلویزیون مردم برنامه داشته کی بوده. والا 2-3 هفته پیش بود و 1 هفته قبل از اون. شما توی گوگل یا یوتیوب تایپ کنید یا بنویسید دکتر نصر احمدی پیدا میشه. حالا من بعد از برنامه ممکن براتون روی اسکایپ به اصطلاح بفرستم لینکاشو. اول از هر چیز خدمتتون عرض کنم، اول از هر چیز که نیم ساعت داریم حرف میزنیم، امروز دوشنبه است، 9 بهمن ماه 1396 و برابر است با 29 ژانویه 2018 میلادی. ممنونم از اون دوستمون که در آلمان بودن و از آلمان تماس گرفته بودن، پیام گذاشته بودن. من پیامشون رو برنامه قبل پخش کردم و گفتم که از روی به اصطلاح مردم tv.com میتونید لطف کنید حمایت کنید. آخر ماه هست، اول ماه هست، هر وقت که میتونید حمایت کنید. من دوست دارم این حمایت ها به صورت دائم باشه، نه اینکه یه نفر تا من گفتم ترامپ خوبه خوشش بیاد $500 بده بعد دیگه هیچ خبری ازش نشه. ولی اگه کسی مای $10 مای $20 خودش رو مقید کنه، این نشون میده که ما یه جامعه ای داریم که برای حرفمون، برای حرف دیگران ارزش قائلیم. بماند این دوستمون امروز صبح تماس گرفتم، چه به اصطلاح تصادفی، آمریکایی‌ها میگن what a coincidence یا میگن what a quinkly، مسخره میکنم. ایشون مدتی در شیراز بوده، اصفهانی هست، مدتی در قم بوده، حالا در آلمان هست. گفتم آقا شما خیلی وجه مشترک داری و ما میتونیم یک گرین کارت شیراز رو به شما بدیم. در صورت ممنونم اگر ایشون لطف کنه و حمایت کنه، بیشتر ممنون میشم. ایشون حتی پیشنهاد داد که اینجا نوشتی دونیت، اینجا نوشتی همیاری، یه چیز دیگه هم به نام شپند. گفت آمریکا آلمانیا این شپند هم نمیگن، اشپند. گفتم ما اینجا داریم. در صورت بسه، اگه کسی بخواد همینجوری که شما لطف کردی، همت کردی، وقت گذاشتی، پول خرج کردی، پیام گذاشتی، اونا هم این کارو میکنن. اگر کسی هم نخواد، گفت چی؟ گفت اونایی که خوابن شما میتونی بیدارشون کنی، ولی اونایی که خودشون رو به خواب زدن نمیتونی بیدار کنی. یه ضرب المثلی هم هست، حالا نمیدونم خوبه یا بده، تو شیراز میگفتن که عاقلان را بل اشاره، نمیدونم نادانان را فیلم ناره، یه چیز اینجوری، یعنی اونی که میفهمه یه اشارهش بکنی دوزارش میفته، اونی هم که نمیفهمه هرچی بگیری شیکش بدی میگه چیه کجاست ولش کن. و اما یادتونه که من روز جمعه قرار بود با یه دوست خوبی به نام آقای اردوان روزبه مصاحبه‌ای داشته باشم و متاسفانه نشد. بالاخره من و ایشون روز شنبه تونستیم با هم صحبت کنیم و مشکل رو پیدا کردم. اولا ایشون وقتی نگاه کرد و به من تماس گرفت و تلفنی و اینها من ازش خواهش کرده بودم، بعد گفت من نمیدونم چرا شما بلاک شدی. گفتم خب اشتباهاً بعض وقتا پیش میاد. وضع شدیم و به اصطلاح صحبت کردیم و امروز هم ساعت 3 بعد از ظهر قرار با ایشون باشیم. ایشون اگه بتونیم تو این منطقه بگیم یه نفر ژورنالیست واقعی اینه که کارشه، درسشو خونده، راهشو بلده، فلان اینها، و ببینیم چه میکنه، چی میگه از جامعه ما. امسال که الان سال 2018 است و یه 29 روزی هم از سال نو گذشته، چه حال چه خبر و گفت و شنودی با ایشون داشته باشیم. شما هم اگر پرسشی دارید میتونید پرسشاتون رو با ایمیل یا با تلفن 202، الان میبینید روی چیز رفتش، من برش میگردونم کجا میری آقا، 202-695-2573 یا به انگلیسی 202-695-2573 یا به آلمانی میگفت چی؟ اینز وان یادم رفته زیبن زیبس ها؟ نوین نوین آره بادمه. anyway. بعد
من نمیدونم. خب خسته شدید، من کسی بستتون بسته شما رو با صندلی و زنجیر، برید یه جای دیگه، برید راه برید تا سربی رو میبینید بگید که الان موقعی که من بلند شم برم راه برم، و بعد ببینید که این سربی چقدر بهتون کمک کرده. احتمالا شما چاق هستی از بس تلویزیون نگاه میکنی، وقتی میری و میای میگی این سربی که من فکر میکردم مخالفش هستم و دشمنشم شده به اصطلاح دلیل سلامتی من. این از این ماجرا. آقای اردوان روزبه با ما هست، و اما اینی که بعضی از دوستان میان پیشنهاد میکنن و ما میگیم خب حالا اب نداره. چند مدت پیش یه دوست جوانی با من تماس گرفت، گفت سوربی شما از اسکایپ تبلیغ میکنی؟ گفتم نه، ما پول نداریم تبلیغ کنیم. و گفت نه آقا مجانیه. گفتیم چجوریه؟ گفت شما که میگی 300 400 نفر اونجا هستن، بعد از برنامه لینکش رو برای اینا بفرست. گفتم آقا وقت نمیکنم. گفت من برای این کار انجام میدم. گفتیم باش، اعتماد کردیم و شناختیم و اینها، دادیم این به اصطلاح چیز اسکایپ رو دست ایشون، و ایشون هم لطف میکرد بعد از هر برنامه ای به اصطلاح لینک برنامه اون روز رو با یه توضیح مختصری برای دوستان میفرستاد. بعد پریروز وقتی من با آقای اردوان روزبه صحبت کردم و ایشون گفت من نمیدونم شما رو چرا بلاک کردم، یادم افتاد که یکی از دوستان نوشته بود که آقا من که برنامه شما رو میبینم، اگه نبینم هم اونجا میام روی یوتیوب میبینم و اینها، این فیسبوک به نظر من اون فرستادن چیز رو استفاده نکنید و فقط برای تماس باشه و اینها. من فکر کردم بعضی از دوستان ممکنه ناراحت شدن بلاک کردن، و احتمالا آقای روزبه هم اگه این کار کرده باشه حق داشته، و ما باید دوستان یاد بگیریم که اگه یه نفر به اصطلاح یه کاری رو انجام میده و اون کارش درسته، کار ما غلط بوده، قشنگ بیایم تو دوربینم نگاه کنیم، عینک اونم ورداریم که تعداد شیشه ها کم بشه، و بگیم من اشتباه کردم، معذرت میخوام، اون اسکایپ رو فقط باید برای ارتباط ازش استفاده کنیم، و راه های تبلیغاتی دیگه فیسبوک، کامنت، نمیدونم بالاترین هم انداختم تو سطل آشغال، نخواستم، این به اصطلاح خیلی سرویس افتضاحی شده. و اما از ترامپ خوبی بگم بازم، همین که اون اینجا که صحبت کرد، البته باز ناگفته نماند، اصلا انقدر این بدا، شما هرچی میخوای خوبیشو بگی بدیاش بیشتره. در صورت ترامپ اگه یه کسی، چون شومنه، این میتونه برنامه تلویزیونی اجرا کنه، آدم موفقی بوده تو برنامه تلویزیونی، و اومد با دست خودش آتیش انداخت تو خانوادش، و الان دیدید دیگه خانمش همراهش نرفت داووس سوئیس، وقتی این برگشت خانمش رفته بود فلوریدا، حالا دیگه نمیدونم زنه که از 30 سال از خودش جوانتره وقتی فلوریداست با این همه کارمندا و کارگرای خوشتیپ و جوون فلوریدا، هیچی بابا ولمون کن، خوبی آقای ترامپ رو بگیم، آقای ترامپ خوبه دوستان، برید دنبالش حمایتش کنید. من باز امروز با اون دوستمون کلکل میکردم، علی کامرانی اگه اشتباه نکنم اسم ایشونه، بذارید ببینم درست میگم، و بهش گفتم برای من خیلی جالبه شما اصلا، یه فیلمی بود اینجا، امیر کامرانی، یه فیلمی بود، یه آقایی بود که میخواست دنیا رو بگیره و فلان اینها، بعد یه چیز کوچیکی بود، یه از این مجتا یا از این آدم کتوله ها و اینها، به اینا میگن the small people، بعد میگفت مینی می، یعنی این کوچیک، به اصطلاح کوچیک شده منه. بعد به این گفتم آقا شما کوچیک آقای ترامپ هستی، الان که مثلا 20 چند سالته 30 سالته، اینقدر دروغ میگی، اینقدر ریسیس هستی، نژاد پرست هستی، خب احتمالا به 71 سالگی که برسه مثل اون میشی، امیدوارم خوب بشی، اگه نه که دیگه وای به حال دنیا و روزگار. و اما 3 بعد از ظهر با آقای اردوان روزبه هستیم، امروز همونجوری که خدمتون گفتم دوشنبه 29 ژانویه و برابر با 9 بهمن ماه، برنامه شما برای 22 بهمن چیه؟ از این ور و اون ور و اینها از کانادا و از آمریکا برای من میفرستن آقا لطفاً اینو پخش کن، آقا لطفاً اینو پخش کن، میگم چه خوب از شما هزینه کردن، از ما پخش کردن، میگه آقا این برای مردمه، میگم میدونم، ای کاش خمینی هم مثل شماها اولا اینترنت وجود داشت و مینشست جلو اینترنت
عکسای سکسی و شوخیا و جوکا و رقصا و اینا رو نگاه میکرد. بعدم وقتی دیگه میخواست بره چای بخوره مینوشت فلان روز بیاین تو خیابون. والا نه انقلابی میشد. یه نفر درست گفت ای کاش دوره شاه هم توییتر بود و همه توییتر میزدن آخرش هم تر میزدن، نه اینجوری تر بزنن. در هر صورت نه دوست عزیز، در تلویزیون مردم، مقصد چون این آقای امیر کامرانی میگه آقا من وایس آف امریکا میرم مجانی، میگم خب برو آقا، اونا با مالیات من دارن به شما مجانی میدن، ولی اینجا شما میخوای بیای باید پولتو بدی، وقتتو بگیری باهات صحبت کنم. من خیلی هم آدم نایسی بودم، چون شما جوان بودی، چون دنبال یکی میگشتم که به دنبال ترامپ باشه و ما بیاریمش اینجا رو میز تشریح ببینیم تو مغز این چی میگذره، دعوتت کردم. شما اون روز به دروغ به من گفتی که من توی میتینگی بودم نرسیدم. چون آدم دروغگو کم حافظه است، دیدید خود ترامپ امروز دروغ میگه فردا میگه من اینو نگفتم، بعد 10 تا نوار نشون میدم که اونو گفته. چون آدم دروغگو کم حافظه است، شما این بار به من گفتید که من اون روز خواب موندم. اولا جوونی که تو آمریکا بگیره وسط روز بخوابه، این یه چیزیش اشکال داره، حالا یا دواش زیاده یا مشروبش زیاده یا خوابش کمه، دوست دختراش زیاده، نمیدونم. در صورت به قول شیرازی ها کاکو جون یک دوباره نگری به زندگیت بنداز و کارت رو درست کن. و اما از ترامپ خوبی گفتیم، بس همین وایسه از روی نوشته بخونه، شاید به یک جایی برسه. خب بذارید من این خانم کتی چیز که عکس قلابی هم معمولا این دارن بفرسیم و بندازیم، یعنی بره بیرون. هید، بله این باز کتی وزیر. هید، اگر یه بار دیگه بنویسید خانم بلاکتون میکنم. ما مثل بازی فوتبال هست، اول کارت زرد بهت میدن، بعد کارت زرد دوباره بهت میدن، بار سوم کارت قرمز به شما میدیم. حالا من خودم هم اینجا بند میکنم. بند یعنی شما فعلا اجازه ندارید چیزی بنویسید، بذارید حواس ما با هم باشه. امروز بعد از برنامه خودم و مصاحبه با آقای اردوان روزبه، برای شما یکی از دوستان فیلم اکسیدان، این اکسیدان فکر کنم اون وقتا یه چیزی بود یا هنوز هم هست، برای وقتی میخواستن رنگ یه چیزی رو ببرن یه مواد استفاده میکردن که اکسیژن میزنه به مو مثلا اینها. و داستان این فیلم اسمش اونه، ولی اسمای بهتری میتونستن بذارن. ماجرای این اینه که یه نفر به من زنگ زد گاه صحبی من با شما خیلی بد بودم. گفتم هر هفته ما یکی دوتا مثل شما داریم، اب نداره، حالا که خوب شدی بگو ببینیم ماجرای خوبی چیه تا ما برای دیگرانم بگیم. گفت من اوائلی که اومدم آمریکا و تلویزیون شما رو پیدا کردم، دیدم که شما هی میگید والا بلا این آمریکا بهشت برین نیست، والا بلا اون ایران اگر جهنم هم باشه تو همون جهنم و خونه خودمون باز بهتره، اگر امشب نون نداشتیم داداشمون هست، عممون هست، مادرمون هست، پدرمون هست و مثل اینجا نیست. و من از شما ناراحت بودم، چون من به اصطلاح برنده شده بودم از این لاتاریا و آمده بودم اینجا و میگفتم این چی میگه، این اینجا نشسته به دیگران میگه نیا. گفت الان که با شما صحبت میکنم داریم میریم برای ماجرای به اصطلاح طلاق، و طلاقم میدونید دوستان اینجا تا به یه وکیل میگی سلام، میگه سلام، اگه همون موقع برای سلامه ازت پول نگرفته باشه میگی چه کار دارم، میگی اومدم خانمم رو طلاق بدم، میگه فعلا $5,000 بریز تو این حساب، قبضشم بده دست من تا ما بریم دنبال کارت. گفت الان که با شما صحبت میکنم بعد از تقریبا 3 سال که حالا خوشحال که داریم میرسیم به اونجایی که میتونیم سیتیزن بشیم و فلان اینها، داریم جدا میشیم از هم و من امروز میفهمم شما چی گفتی. من زندگی خوبی داشتم، پول خوبی در می بردم، خانمم راحت بود، خانمم با بچه بود، فلان بود اینها، ولی الان نه اون زندگی داره، نه من زندگی دارم، نه اون فردا داره، نه من فردا دارم. حالا جالب اینه که این دوستمون این فیلم اکسیدان رو گفته که ما به مدت 1 هفته، یعنی از این دوشنبه تا 1 شنبه هفته دیگه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یه شنبه، میدونید دوشنبه تا دوشنبه میشه 8 روز، یعنی 5 7
مرتبه یا 7 روز اینو پخش کنیم و ایشون این برنامه رو حمایت کرده. یه فیلم سینماییه که نشون میده ایرانیایی که میخوان از ایران بیان بیرون حاضرن دزدی بکنن، حاضرن دینشون رو عوض کنن، حاضرن به اصطلاح اون چیز جنسی که میدونید بعضیا مردن، بعضیا زنن، بعضیا گین، بعضیا لزبیانن، بعضیا ال بی کیو تی، دیگه نمیدونیم 100 تا حالت مختلف داره. و این فیلم رو حتما به شما پیشنهاد میکنم که ببینید و اگر کسی هم لطف کنه لینکش رو بذاره زیر فیسبوک ممنون میشم. در صورت فیلم اکسیدان قصه ایرانی هایی که فکر میکنن خارج بهشت برین است و ایران جهنم. و اما یه دوستی گفت آقا این آقای نصر احمدی کتابش رو خوندم من و اینایی که میگن ما برای فردا برنامه نداریم، بفرمایید آقا این رودمپ، رودمپ تو آمریکا رود یعنی جاده، مپ هم یعنی نقشه، یعنی نقشه را به طرف میگه آقا رودمپ رو داری؟ البته بیشتر الان استفاده میکنن برای برنامه هایی که دارن، مثلا میخوان یه حزبی درست کنن چیز اینها، میگه اینه اینه اینه، و به جایی که بگه پلن ما اینه میگه اینم رودمپ ما. این دوستمون میگفت که آقای دکتر نصر احمدی این کتاب قانون اساسی رو که نوشته این یه رودمپی هست برای فردای ما. اونایی که میگن آقا فردا چی میشه، این میشه. من حقیقتش سر کار بودم وقتی ایشون تلفن زد و اینا، نمیتونستم زیاد کلکل کنم، میخواستم بهش بگم دوست عزیز گیرم که شما نقشه راه رو داری میدی به من، میگی سوربی این نقشه راه از اینجا از ویرجینیا برو مثلا به نورت کارولاینا، به کارولاینای شمالی، برو به لس آنجلس، 3 روز رانندگی کن، 5 روز رانندگی کن. خب نقشه هم درسته، قشنگم نوشتی 8 ساعت رانندگی کن، اینجا وایس و خستگی در کن، اینجا برو هتل فلان، ولی نه آقا ماشین داری نه پول داری، چجوری من برم این کاغذ رو بذارم اینجوری مثل قالیچه حضرت سلیمان بشینم روش پرواز میکنه؟ مشکل ما یکی و دوتا نیست، اینجا میگن گول پلان تولز، یعنی هدفتون چیه، برنامه‌تون چیه، اسباب و اساس و ابزارتون برای رسیدن به اون چیه. یکی میاد میگه من برنامه ندارم، اون یکی میاد میگه آقا من برنامه دارم. اینی که برنامه داره با اونی که هدف داره با اونی که چیز داره هنوز جمع نشدن تا این برنامه رو با وسیله ابزار اون یکی بتونن اجرا کنن. در اصل ایشون از دکتر نصر احمدی به اصطلاح هم تشکر کرد. گفتم خب آقا به جای تشکر به خودشون زنگ بزنی، این بنده خدا که شماره تلفنشو سالها روی تلویزیونها گذاشته و اینها، و بهش بگید همین یه زنگی که مثل شما یکی زنگ بزنه تشکر کنه اینها دلگرمیه. این که دکتر نصر احمدی معلوم زندگیش رو به اصطلاح نداده پول بگیره زندگی مرفعی داشته باشه، و همیشه تو این 30-40 سالی که تو این 20 سالی که من میشناسمش نشون میده یه زندگی درویشی و به اصطلاح هنوز دانشجویی، یا به قول داور میگه زندگی ما چریکیه، زندگی چریکی داره. اینم ماجرای این که من بتونم به اصطلاح به نوبه خودم تشکر کرده باشم از آقای نصر احمدی. ولی من باور دارم قانون اساسی به تنهایی نمیتونه یک کشور رو راه بندازه. لایبریا، به فارسی به لایبریا ما میگیم چی؟ کشور لیبریا اصلا داشتیم و موقع نداشتیم. لایبریا یه نمونه است که میگن قانون اساسی آمریکا و برای اونجاست، ولی وضعشون اینها رو ببینید. خیلی خوشحالم که این خانم میلانی یکی از یاران تلویزیون مردم با ما هستن، و خوشحالتر که با فیسبوک هم با ما هستن. دوستان همونجوری که بهتون گفتم، چون دوستانی که روی یوتیوب روی مردم تیوی هستن برنامه رو میبینن، گفتن آقا این فیسبوک برنامه های شما رو یه مقداری کشونده این ور، اونم برای اینکه هم فیسبوک مردم تیوی هستیم هم فیسبوک شخصی هستیم، و ما گفتیم به عنوان احترام به اون دوستان به اصطلاح فیسبوک رو فقط میذاریم به عنوان یه وسیله برای پخش و برای صحبت کردن و اینها فقط ایمیل. ایمیل هم خیلی ساده است. سوربی کجا زندگی میکنه؟ آمریکا. آمریکا چیه؟ USA.
یه نقطه بذارید سوربی sorbi at gmail.com. gmail فکر کنم بهترین سرویس مجانی اینترنتی هست. با من تماس بگیرید، شماره تلفنمون هم اینجا هست 202، اجازه بدید 202 695 2573. و اما رودمپ، نقشه راه فردا چیست؟ دکتر نصر احمدی، قانون اساسی، دوستی از آلمان، مقاله درباره زاینده رود نوشته و همینه که بهتون گفتم، ایشون هم شیرازی، هم اصفهانی، هم قمی، هم آلمانی، هم ویسبادن آلمان، که من ارادت خاصی به ویسبادن آلمان دارم. حتی 2 ماه پیش هم که رفتم اونجا، 2 سال پیش ببخشید، 2 سال پیش هم که رفتم آلمان، یک سری به ویسبادن زدم. خوشحالم که این دوستمون هم آقای مصبا با ما هستن و من بارها از ایشون خواستم که بیان و صحبت کنن، حتی برنامه‌ای بذارن. ایشون یکی از به اصطلاح چهره‌های داغ سال‌های 2001 2002 2003 بود، ولی الان مثل که خط زندگیشون رو کلن عوض کردن. میبینم که عکسهایی رو از آفریقا میذارن، نمیدونم اونجا به اصطلاح در راه کمک کردن به مردم اونجا هستن یا اینکه در راه به اصطلاح بیزینس. و چون میدونید شما میتونید بیزینس داشته باشید، هدفتون پول درآوردن باشه، ولی از این پول درآوردن شما مردم یه منطقه استفاده کنن. میدونید الان تو آمریکا اینجوریه که یه مدت تو ایران هم قرار شد اینجوری باشه ولی برعکس کار کرد. آقای رفسنجانی اومده بود، گفته بود مردم بیان، ثروت‌ها بیاد تو ایران، و شما میرفتی مثلا میگفتی من میخوام یه کارخونه باز کنم، میگفتن فلان زمینه بهت میدیم، ولی بعدن معلوم شد فلان زمینه که میدن فلان پاسدارم شریکته و پولت هم قیدشو میزنی ول میکنی میاد. در صورت اینم از آقای غلام حسین مصبا. و غلام حسین مصبا یادم نیست که ویدیوهاش با اون آقای دکتر جلیل بهار، با اون رقاص آقای بهبهانی، یا حتی با من که برنامه داشت روی یوتیوب هست یا نه، چون موقع هنوز یوتیوب اگرم بود به این صورت که ویدیو تو بذاری نبود، یادتونه 10 دقیقه 10 دقیقه دلتو خون میکرد، با تیکی تیکی میکردی و اینها، ولی نوارش و ویدیوش و اینها موجود است. و خوبیش بگید که 2 بار هم فکر کنم بعد از اینکه رفتن ایران و برگشتن اومدن باز مهمان برنامه من بودن. اگه اونها رو هم پیدا کنیم و کسی حمایت کنه برنامه ها رو پخش میکنیم. ماجرای حمایت در تلویزیون مردم دوستان به این صورته که ما میخوام جامعهمون رو از مفتخوری بیاریم بیرون، و الا والا بلا من به اون 10 دلار 20 دلار شما احتیاج ندارم. اونهایی که شاهد زندگی من هستن میدونن الحمدلله با کار و کوشش سخت زندگیمو ساختم، هنوزم که هنوز دارم کار میکنم و احتیاج به کسی ندارم. ولی میخوام اون ماجرایی که تو فرهنگ ما میگفت طرف حرف مفت میزنه، بعد رفتیم داستانشو دنبال کردیم دیدیم آقا این تلگراف که اومده توی ایران مردم میترسیدن برای همدیگه تلگراف بزنن، بعد طرف گفته آقا مجانی، تا گفتن مجانی برای همدیگه تلگراف زدن و اینها، بعد یه مدتی که دیگه فهمیدن خیلی سریع هست و اینها، تلگراف کنه گفته حرف مفت دیگه تموم شد، باید براش پول بدیم. و یادتونه که برای هر کلمه از شما پول میگرفتن، ما اینجا برای هر کلمه از شما پول نمیگیریم، برای هر ساعت از شما پول میگیریم. اگه برنامه ها از قبل ضبط شده باشه، وجود داشته باشه، برامون بفرستین ساعتی 20 دلار، بازم تخفیف میدیم. شما 5 تا 20 دلار میدیم، میگی 5 روز، ما میگیم 2 روز هم تخفیف ما به شما. اینجا بهش میگن فری بی یا میگن بونس، بونس پاداشه. شما 5 تا 20 دلار که میدی همین فیلم اکسیدان تازه 1 ساعتم بیشتره. وقتی این دوستمون گفت چند اینا، گفتم آقا شما با این پولی که به وکیل و اینها دادی برای ماجرای طلاق و اینها نمیخواد پول بدی، مهمون من باش. گفت نه آقا، من اون حرفاتم شنیدم که میگی میخوام مفتخور نباشن مردم ایران و من میخوام یه پولی بدم. گفتم نرخ ما اینه. گفت پس من 100 دلار میدم. همون موقع با پیپل فرستاد، از ایشون ممنونم. گفتم حالا که شما 100 دلار میدی، ما برای 7 روز پخش میکنیم، چون 100 دلار برای 5 روز خوبه. و این ماجرای چیز.
ماجرای اسکایپ و بلاک دوستان رو گفتم، حق با اونا بوده و ازشون عذر میخوام اگه ما به اشتباه این اسکایپ رو دادیم دست یه دوست ایرانی و اون دوست ایرانی با حسن نیت برنامه ها رو میفرستاد، ولی این حسن نیت باعث مزاحمت برای شما دوستان شده بوده. و اما بریم سراغ برنامه هایی که براتون ردیف کردیم و گذاشتیم و ببینیم چی داریم در این سبدمون. میگه که داووس، داووس همون توی سویتزرلند، ما میگیمش سوئیس، جوراب های رنگارنگ جاستین ترودو. جاستین ترودو صدر اعظم یا نخست وزیر کاناداست و همونجوری که میدونید این کانادا هنوز زیر قید و بند انگلستان هست و پولش هم حتی عکس ملکه روش میبینید. دیروز یه فیلمی دیدم از انگلستان، اون ملکه ویکتوریا سالای 1800 و سامتینگ و به اصطلاح ماجرای یک مسلمان به نام عبدالکریم که از هندوستان میره اونجا. چقدر این فیلم درسته یا نه، با وجود که نوشته بود based on true story، دوستان وقتی می‌نویسن based on true story یعنی این داستان حقیقت، حالا بعد این ور اون ور شاخ و برگش میدن. و اون رو برید ببینید، این ماجرای امپراتوری انگلستان حتی بر امپراتوری هندوستان و اینها و اینکه چگونه یک جوانی میاد از اونجا برای که به اصطلاح یک سکه ای رو تقدیم کنه به ملکه اونجا، ولی اونجا دوست میشه، معلم این ملکه میشه و اینها. ماجرای جالبی هست و داستانش رو هم گویا سال 2010 و اینها از توی ژورنالش یا توی دفتر خاطراتش پیدا کردن. جوراب های رنگارنگ جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا. من وقتی آلمان بودم یه وکیلی بود اونجا مجانی کار این بچه های دوستان ایرانی پناهنده را انجام میداد. خب این چون مجانی انجام میداد، اولا براش شایع کرده بودن که این گیه و دوست داره ایرانی ها باش به اصطلاح رابطه داشته باشن، برای شایع کرده بودن که نه بابا این از شما امضا میگیره که وکالتتون رو داشته باشه، شما که نمیفهمید این فرما چی نوشته، میره از یو ان و از شرکت های دیگه هم بابت شما پول میگیره. در هر صورت تا اونجایی که من میشناختمش و من چون توی آلمان یه مدتی با همون زبان الکنی که میدونستیم این وظیفه مترجمی رو برای دوستان دیگه به عهده گرفته بودیم و دول میچر بودیم، میدیدم آدم بسیار خوبیه و وقتی میرفتیم تو دفترش بعضی وقتا میدیدم که مثلا یه جورابش آبیه یه جورابش قرمزه، مثل مثلا تو تاریکی اینا رو پوشیده و نتونسته تشخیص بده. حالا میبینیم که اصلا این مد شده و من به اصطلاح امروز که این جورابای این آقای جاستین ترودو رو دیدم، جاستین ترودو فکر کنم 50 سالش هم هنوز نشده، هم ورزشکار بوکسور و اینها و هم خیلی سر و صدا کرد چند سال پیش که تو کانادا شد به اصطلاح نخست وزیر یا صدر اعظم، ولی بعد همه گفتن نه آقا اینم به اصطلاح شد مثل اونای دیگه و هیچ کاری انجام نمیتونه بده. اون روز ما در مورد ورزش در هوای آزاد و سرد صحبت کردیم و گفتیم که اگر کسی میره بیرون ورزش میکنه بدنش گرم میشه و چون اون هوا سرده هوا میره تو ریه، هواس دیگه نفس کشیدیم تو ریه، رطوبتش اونجا میمونه میشه نمونیا. یه دوستی وقتی اینو برای ما فرستاد اصلا راجع به این بود که یوگا روی یخ توسط نمایندگان هند در داووس، گفتم ببین آقا مهم نیست که اصلا این یوگا بازی کنه یا کاراته کار باشه، خیلی ها هستن که یه رشته ورزشی رو میرن و فکر میکنن سالم ترینن بهترینن، بعد میبینن اشتباه کردن. نمونه بزرگش این فوتبالیست های آمریکایی، شما ببین این طرف چقدر پولش میدن، چقدر احترام و فلان و اینها، الان همشون نگاه کنی از 40 سالگی دارن تبلیغ این دوایی مثل ویکس و پمادایی مثل چی میگن بنگه یا اینا که اینجا اگه درد میکنه اینو بزن، اونجا اگه درد میکنه اونو بزن. در صورت این دوستمونم گفت اینم شما میتونی نشون بدی، یوگا روی یخ
توسط نمایندگان هند در داووس، و اما صحنه آخر از زمانی ورود هلیکوپترهای هیئت دونالد ترامپ به داووس، فرود 7 هلیکوپتر هیئت شرکت کننده ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به داووس به دلیل برف و یخبندان با مشکلاتی روبرو شد، اما رسانه ها منظره ورود این هلیکوپترها در زمان طلوع خورشید از پشت کوههای برفی داووس تصویری آخر از زمانی توصیف کردند. من نمیدونم حالا چرا آخر از زمانی. و اما میگه سرویس های بهداشتی با نشانه جنسیت خونسا در اجلاس داووس، میدونید دیگه، یکی زنه یکیش مرده، اون یکی دیگه هم میگه هرچی هستین. بعد نوشته که this restroom may be used by any person regardless of gender identity or expression. میگه این توالت، این دستشویی، این سرویس بهداشتی توسط همه میشه قابل استفاده باشه بدون توجه به اینکه زن مرد چجوری فکر میکنه. چون باورتون میشه تو همین آمریکا چند مدت پیش تو همین نورت کارولینا و سالت کارولینا میگفت که اگر زنی باید بری تو این یکی، اگر مردی باید بری تو اون یکی، اگر زن بودی مرد شدی حالا تو این نمیتونی بری، مرد بودی زن شدی تو اون نمیتونی بری، یک ماجرا و افتضاحی. اون وقت این آمریکاییه که آقای ترامپ میاد میگه که شما چی از این کثافت های از این کشورهای کثافت نمیدونم آفریقایی و اینها آدم ها رو میاری، ما باید از آدم از نروژ بیاریم. ممنونم از آقای دکتر کوروش عزیز که برای من یه چیزی فرستاده، نوشته که آیا این میخواسته از نروژ مردم بیان به اصطلاح پناه ببرن به آمریکا یا بیان اینجا کار کنن. ببینید جواب اون صدر اعظم یا رئیس جمهور نروژ چیه؟ نروژ پادشاهیه دیگه، نه؟ در هر صورت اینجا میگه که we need to bring in more people from countries like Norway. تازه نروژ رو هم گفت نورمی. میگه که ما احتیاج داریم آدمای مثل نروژیا رو بیاریم اینجا. بعد از قول این خانم که یک کمی هم داره لبخند میزنه مسخره کرده، میگه که ما we have universal health، ما بیمه یا خدمات درمانی عمومی داریم برای همه، free college، که آمریکایی وقتی میره کالج اگه دکتر باشه وقتی برمیگرده نزدیک 500 تا 1 میلیون دلار بدهکاره، اگه وکیل باشه 300 هزار دلار تا 500 هزار دلار بدهکاره، اگه مهندس باشه 100 هزار دلار تا 500 هزار دلار بدهکاره. جوون میاد بیرون نه خونه داره نه کار داره نه زندگی داره، 500 هزار دلار هم بدهکاره. اون وقت جوون ایرانی ما گریه و زاری که من مهندسم کار ندارم. بابا اقلا اونجا مادرت به تو نمیگه پشو گم شو برو بیرون، اینجا 18 سالش شد چیاش میذارن دم خیابون. در هر صورت free college comprehensive social security 21 paid میگه سوشال سکیوریتی، خدمات اجتماعی، بیمه های اجتماعی داریم. بعد 21 روز 3 هفته در سال مرخصی با پرداخت حقوق داریم و ما شماره یک هستیم، نمبر وانیم، تاپ آف دی لیستیم آن دی ورلد هپینس ایندکس. توی نروژ با وجود سرما، برف، یخبندون، تاریکی، ساعات فلان، ولی ما مردممون به عنوان شماره از لحاظ خوشحالی ایندکس، یعنی تو فهرست به اصطلاح خوشحالی ما کشور اول هستیم. بعد نوشته که why would anyone in Norway want to move to the US؟ میگید چه دلیلی ممکنه یه نفر داشته باشه از نروژ بخواد بیاد آمریکا؟ we think America is what you would call it a shit hole country. میگه به اصطلاح ما فکر میکنیم آمریکا اون خانه کثافتی رو که تو گفتی آفریقا، آمریکا برای ما همون خانه کثافت، شت هول، شت هاوس، اینا همینه. در صورت اینو نگفته، ولی پایینش هم یه آماری گذاشته که بله ببین میگه یونیورسال هلت کر نروژ داره آمریکا نداره، پید وکیشن 5 ویکس
این ببینید اینم از همون نوشته های اشتباهه. اون بالا میگه 21 days، اینجا نوشته 5 weeks. 5 weeks میشه شاید روزای کاریش فقط باشه، تازه باشم روزای کاریش هم که حساب کنی 5 5 تا میشه 25 روز، ولی شاید اونجا ساعت کار در نمیدونم، در اصل اینجا نوشته 5 هفته، اون بالا نوشته بود 21 روز. parental leave 1 year اگه کسی حامله بشه یا بچه، شنیدم حتی مردا وقتی بچه گیرشون میاد میتونن برن. tuition free، شهریه نداره، مجانیه. pay equality، مردا و زنا حقوقشون یکیه. free birth control، قرصای ضد حاملگی و روشهای پیشگیری و فلان اینا رو چیز میکنن. و strict gun control، البته ناگفته نماند، تو همین نروژ اگه یادتون باشه چند سال پیش یه جوانی رفت و با اسلحه 60-70 نفر رو کشت. درست میگم همین نروژ بود، بماند. و اما درباره این که چرا بعضی وقتا ما یه چیزایی مینویسیم که به اصطلاح درست نیست و این چه مرضی شده که الان افتاده تو جون افرادی که از فیسبوک استفاده میکنن، توییتر استفاده میکنن. من اون روز راجع به فروزان گفتم، خانم فروزان که هنرپیشه‌ای بوده و اون نوشته‌ای که ادعا میکرد بله ایشون خونه‌شو که گرفتن بعد هر روز هر شب میومده میرفته خونه‌شو با آب میداده و اینها، و گفتم والا باید کسی دیوونه باشه که این ریسک رو قبول کنه با آخوندی که خونه‌تو گرفته، حالا شما بری سر بزنی درختات رو آب بدی و گل و اینا رو آب بدی، خب برو یه جای دیگه درخت جدید بکار اینها بمانه. یه دوستی برای من یه چیزی فرستاده، یه عکسی هست از آقای آرنولد شوارتزن اگر، ایشون اتریشیه، اینجا که اومده فامیلیشو اشتباهی میخونن آرنولد شوارتزن نگر، نگر یعنی سیاه‌پوست، بعدشون هم میاد از این کلمه، یه کلمه بدی. در اصل این آقای آرنولد شوارتزن اگر از بس به مردم گفت بابا فامیلی من شوارتزن اگر هست، ولی اونا نگفتن، گفت آقا منم سیاه‌پوستم، به من بگید نگر مثل هم باشه. این آقا چیز زیبا اندام بود و اومد اینجا و هنرپیشه شد و فلان اینها، و از بس استروید استفاده کرده صداش هم میبینید چجوریه، انگلیسیش هم قربونش برم از من بدتر. ولی وقتی معروف شد رفت سراغ خانواده کندی و اون دختر یکی از کندی ها رو گرفت و ازدواج کرد و اینها، بعد با وجودی که کندی ها دموکرات هستن ولی این آقا ریپابلیک بود، رفت تا درجه فرمانداری کالیفرنیا. و وقتی شما فرماندار یه جا هستی، شهردار یه جا هستی، والا مایی که کاری نبودیم، چند مدت پیش یه جایی میخواستن یه رستورانی رو باز کنن، یک مدرسه ای شروع کنن، به ما میگفتن آقا شما تشریف بیارید. حالا اینا که گاورنرن یا گاورنر، من میگفتم استاندار، بعضیا میگن میگفتن نه اینا استاندار نیستن، اینا فرماندار هستن. گفتم والا اگه بخوای اینجوری حسابش کنی اینا شاه هستن، اینا شاه اون ایالتن، آقای رئیس جمهور آمریکا شاهنشاهه. و حالا بماند که شاه ایران، شاههای ایران حماقت کردن، شاه کوچولوها رو از بین بردن و خودشون رو از شاهنشاهی آوردن پایین به درجه شاه بودن، به اصطلاح تقلیل دادن درجه شاه بودن رو، هم از ترس کمونیست کردن نوکر آمریکا بودن. امروز یه نفر راجع به بحرین و اینها میگه آقا وقتی بحرین رو شاه داد به اصطلاح بحرین، میگه که حتی شوروی ناراحت بود و نشون میده که شاه حاضر بود حتی ایران رو از ترس کمونیستا به دیگران بده و داد به آمریکا، و دیدید چه بلایی به سرش آوردن. البته این دوستمون از خلیج فارس یه نامه ای نوشته که آقای سوروی اینجور هم که شما میگید نیست، ماجرای بحرین گره خورده بوده با ماجرای 7 تا جزیره دیگه، ما تا امروز فکر کردیم 3 تا، ولی ایشون توضیح داده با هم میخونیم. خب بیایم ببینیم که چی گذاشتیم، چی نوشتیم اینجا، و با هم یک دوری بزنیم در این سرزمین عجایب و ببینیم چیه. اون ماجرایی که بهتون گفتم نوشته راجع به آینه و حقیقت و واقعیت اینه، میگه حقیقت آینه‌ای بود که از آسمان به زمین افتاد و شکست، هر کس تکه‌ای از آن را برداشت خود را در آن دید و پنداشت حقیقت تنها در دست اوست، در حالی که حقیقت پیش همگان پخش شده بود. گفتگو اسم اون برنامه است. این آینه های شکسته را در کنار هم میگذارد تا حقیقت
متکثرتری نمایان شود. مبنای فلسفی دموکراسی نیز جز همنشینی این آینه ها نیست. من اینو برای آقای شبستری فرستادم و بهش گفتم ببین که تأثیر فیلم، برنامه، اینها چقدره. حالا امیدوارم نوشته ها هم تأثیر داشته باشه. همین که شما چند سال پیش راجع به حقیقت و واقعیت در تلویزیون مردم صحبت کردی و من یاد گرفتم که واقعیت چیزی هست که اتفاق افتاده، حقیقت برداشت من از اون واقعیته. به همین خاطر حقیقتی که من میگم از با حقیقتی که شما میگی، با حقیقتی که اون یکی میگه فرق میکنه. اینها تعریف ما، تفسیر ما از اون واقعیت عوض نشده. واقعیت همونه. بهتون گفتم یه تصادف انجام میشه، یکی تو سبز میره، یکی تو قرمز. حالا تو زردم زور میزنن تون میرن بماند. اونی که تو سبز رفته میگه تو سبز رفتم، اونی که تو قرمز رفته میگه من تو سبز رفتم. و شاهدای اونجا هم بستگی داره از کدوم طرف چهار را نگاه میکنن. حقیقتی که تعریف میکنن هیچ کدومشون هم زینف نیستن، ولی برای پلیس میخوان وظیفه شهروندیشون انجام بدن، با هم چیه؟ فرق میکنه و متفاوته. ولی این به نظر من نوشته قشنگی بود. واو حقیقت، اینم اینجا نوشتیم و این به اصطلاح نروژ هم نشون دادیم. بله، امروز برای یه دوستی یه ایمیلی رو فرستادم، نوشته Help organize the spring action against the war at homeland abroad. homeland یعنی همین خودمون، میهنمون. abroad یعنی به اصطلاح کشورهای دیگه. و این رو البته من نمیدونم چرا spring action وقتی که تو فوریه هست، یا این که برای برای اسپرینگ که بهار هست اینا از حالا دارن حاضر میشن. یه دوستی برنامه ای داشت 11 فوریه به من گفت میای، گفتم آقا بذار من تو تقویم نگاه کنم، من سه شنبه ها و پنج شنبه ها آزادترم و معمولا اون روزا رو سعی میکنم برم یه جای کاری والانتری انجام بدم، کمک کنم به یه کسی اینا. ولی وقتی نگاه کردم دیدم یه شنبه از فبروری 11 و دیدم من باید برم یه عروسی فیلم برداری کنم. بهش گفتم آقا اینا 500 دلار به من میدن شام و نهار و ناز و نعمت و بعد معمولا عروسی ها هم همه دیر شروع میکنن و همه از اون ور به ما اوورتایم میدن، به جای ساعت 100 دلار ساعت 150 دلار میدن، ولی من حاضرم برای شما و دوستانتون 450 دلار بگیرم، اون روز رو بیام فیلم برداری کنم، از امروز تا اون روزم براتون تبلیغ کنم. دوباره این آقایون همونجوری که گفتم، ای کاش خمینی هم مثل اینا بود، هر کی پول داشت تو جیبش نگه می‌داشت. اینایی که میگن خمینی 130 میلیون 150 میلیون از کارتر گرفت، ازشون بپرسیم خب خمینی چه کار کرد این پولا رو؟ واقعا چه کار کرد؟ کسی میتونه در این مورد صحبت کنه؟ یه فیلم میدیدم فکر کنم نوش داره فیلم برداری میکنه، یه خانم دختر جوون یه صداش معلومه و 8 دقیقه 9 دقیقه از خمینی فیلم برداری میکنه، حتی موهاش رو خمینی پسرش احمد خمینی میزنه، بعدم لباسش که دیدید که اون زیر مثل هندیا یا مثل عربا یه لباس یه تنبونی سفیدی، یه شلوار و یه پیرن و همین، حالا این عما و عبا و عمامش هم هر چقدر گرون باشه و نمیدونم سیلک فلان باشه دیگه مگه چند میشه؟ و تا امروز کسی نیومده بگه خمینی نمیدونم هایوی کانادا رو داشت، اونو داشت، اونو داشت. اینایی هم که گفتن من نمیدونم، مثلا آقای رفسنجانی خب بله اتوبان کانادا که من دوستم که تو کانادا است، که آقا این مزخرفات چی، بیا اونجا تار اصلا تابلوش نوشته که این مال کی هست چی هست و اینا و اصلا اینجوری نیست. بمانه دوستان، آمریکا میگه there is no free lunch، یعنی ما نهار مجانی نداریم. آمریکا میگه even freedom is not free، حتی آزادی مجانی نیست. حالا تصادفاً کلمه freedom و free با هم میاد، این دیگه نمیدونم چجوری من ترجمه کنم. اون وقت ما توی این مملکت طرف اومده داره مزاحم مردم میشه، کار ایلیگال انجام میده، ویدیوش برای من میفرسته، میگه برای دیگرانم بفرست. میگم برای چی بفرستم؟ یکی دیگه نوشته که do you mind که اینو بفرستی؟ نوشتم خیلی ممنون که شما سوال کردی، بله I do mind. do you mind یعنی
مسئله هست، مشکلی هست که مثلا اینو بفرستی؟ گفتم خیلی ممنون که سوال کردی، بله مشکل هست، من چرا اینو بفرستم؟ من تازه نظرات خودم رو برای عموم نمیفرستم، تحمیل نمی کنم. حالا بیام نظر تو رو بفرستم، یه دیوانه نشسته یه جا، یکیش میگه چهارشنبه بیام بیرون، یکی میگه سه شنبه بیام بیرون، یکی میگه جمعه بیام بیرون، یکی میگه چراغا رو خاموش کنی، یکی میگه نه چراغا رو روشن کنی، یکی میگه پول خورداتون رو بزنید تو سر آخوند، یکی میگه پول خورداتون رو جمع کنید. مسخره کردین. یه ویدیویی دیدم از این سید دلقک دیوانه، حیف کلمه دلقک رو که به این مردک بگیم، میگی ما نشون دادیم حالا برگشتیم چون ما آدمای مهربونی هستیم، حالا دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم. من فکر کنم این آقا یا به زودی خودکشی میکنه یا افسرده میشه و مثل دیگران فولادوند و شایان کاویانی و اون رجوی و اینها میره به غیبت، حالا یا غیبت کبرا یا غیبت صغرا. اینم از این. بله دوستان عزیز ببینم براتون، آهان برای این دوستم که 11 فوریه برنامه داشت، گفتم نگاه کن اینا از حالا برای بهار دارن برنامه میزن، مینیستر 3 و 4 فوریه کنفرانس یا وبینار، سمینار و وب رو قاطی کردن شده وبینار. وبینار بیان صحبت کنیم که چه باید کرد. من به شما میگم آقا شما میخوای چه کار کنی؟ میگی من نمیدونم. میگم رهبر کیه؟ میگی من نمیدونم. خب ببخشیدا، یه کسی اگه یکم با شما شوخی داشت میگه خب مردک برو اول ببین رهبرت کیه، برنامه چیه، بعد بیا جلو. ولش کنید آقا، بریم سراغ بهره. در مصاحبه ای با یک روزنامه مصری که من ترجمه کردم، هویدا گفت بهرین دختر ما بود، شوهر کرد و رفت، الان در خانه شوهرش است. امیر طاهری برایم تعریف میکرد هنگام بحث درباره بحرین از وزیر خارجه آقای خلعتبری خواست که سندهای ایران در این مسئله را بررسی کند. اولا اون موقع آقای اردشیر زاهدی وزیر خارجه بوده و اگه نگاه کنید به ویدیو، اون آقای پزشکپور هم که اعتراض میکنه، نمیدونه حالا ممکنه بعد بوده یا قبلش بوده، خواست که سندهای این در مسئله را بررسی کند. آرشیو وزارت خارجه برایش باز شد. او گفت در سندها دیدم ایران 7 جزیره را مطالبه می کرد که یکی از آنها بحرین بود. نام جزیره ها را گفت. آنچه به یادم مانده 3 جزیره و داس است. 2 جزیره نامش را یاد ندارم. داس جزیره اصلی نفتخیز ابوظبی است. در واقع یک معامله صورت گرفت که ایران 3 جزیره را بگیرد و از بقیه صرف نظر کند تا روابط تیره نشود. این حقیقت است. اگر ایران بحرین را می گرفت با مقاوم، بابا می گرفت چی؟ مال خودش بوده. بحرین رو به عنوان استان 14 چند سال قبلش اعلام کردن. وقتی می گرفت چیه؟ اگه نگه می داشت، اینجوری بگیم درست نره، اگر ایران بحرین را نگه می داشت با مقاومت مردم و کشورهای عرب روبرو می شد. کشورهای منطقه از این معامله خبر دارن و بحرین هرگز در مورد اشغال 3 جزیره مانند شارجه و رأس الخیمه و ام القوین و دبی سخنی نمی گوید. این ابوظبی است که احیانا سرصدای را می اندازد. شاید در آینده در قسمت 3 برنامه خلیج فارس این موضوع را با تفصیل بیشتر شرح دهم. اخیرا بحرین پیشنهاد کرد که با عربستان وحدت کند. ایران فوراً اعلان کرد به جدایی بحرین موافقت کردیم به شرطی که مستقل باشد. اگر چنین اتحادی عملی شود قرارداد استقلال بحرین منتفی است. فوراً دولت بحرین سکوت اختیار کرد و دیگر این اتحاد را یاد نکرد. ببخشید من راجع به آرنولد شوارزنگر و فرماندار بودن و استاندار بودن صحبت کردم، حالا چون این دوستمون اون نوشته رو برای من فرستاد حالا یادم افتاد که تمومش نکردم. یه عکسی آقای آرنولد، حالا میگیم آرنولد دیگه همتون میشناسید، اون همشه بود میگفت آستالاویستا و فیلم بازی کرده بود که مثلا همین چیزی که الان امروز شما بری یه جایی مثل CIA و اینا چشمت رو نگاه میکنن میگه این میتونه بیاد تو یا نه، قبلا دست بود، همون فیلمی که این کاری که کرد، بعد طرف اومد چشمش رو با یک چاقو در آورد میگرفت جلو این، یعنی از اون ور اونا یک کاری میکنن، از اون ور اونی که قاتله دزده کان آرتیسته یک کار دیگه راه میندازه. در صورت این آقا رو نشون میده که توی کیسه خواب
خوابیده زیر مجسمه خودش جلوی در یه هتل، و نوشته که گویا وقتی ایشون اینجا را افتتاح کرد بهش گفته بودن که شما هر وقت بخوای میتونی بیا اینجا، یکی از بهترین اتاقای اینجا مال شماست. بعد نوشته که یک روز رفت اونجا، گفت که من میخوام اینجا باشم، گفتن که همه اتاقا پره. اینم رفت از تو ماشینش کیسه خواب رو برداشت خوابید اونجا، و زیرش نوشت که ببینید دوستان، مخصوصا ایرانی ها، که قدرت چگونه است وقتی تا بر سر تخت کام و نازی دوستان به نمیدونم فلان. اینم میگم آقا اولا اینا هنرپیشه هستن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، یه مش عکس برای من فرستادن که این آقای راک هست، سیاه‌پوست قد بلند ورزشکار هست اینا، ببینید پلیس گرفتتش، این آقا توی فیلمی بوده، عکس اون فیلمه رو وجدن پخش کردن، ببینید رفتار پلیس با حتی با خودشون چجوری. میگم آقا پلیس رفتارش انقدر بده روزی دو نفر رو تو آمریکا میکشه، ولی احمق جون برو اون حقیقت رو بفرست، تو چرا این عکس مال فیلم رو فرستادی؟ درباره آقای آرنورد، من با یه دوستی کار میکردم، یه دفعه آقای آرنورد اومد اینجا و این دوستمون چون عکس میگرفت و اینها، گفت که من برای تبلیغات دوره دوم عکس میخوام، و عکس گرفت و اینها، نزدیک 2500 دلار بدهکار شد و به این دوست ما، پول اینم خورد. آقای آرنولد شوارزنگر آدم شریفی نیست، این آدم وقتی که با زنش ازدواج کرده بود بچه داشت، با کلفت خونشون ریخ رو هم، کلفت حامله شد، گندش بالا اومد، زنه طلاق گرفت رفت، حالا اون کلفت و این بچه پسر من نمیدونم حالا به چه روزی هستن. در اصل اوضاع بده و این دنیای دیوانه بی خود نیست، بهش میگن دنیای مجازی. تو ایران به این سایبر سپیس یا اینترنت و اینها میگن دنیای مجازی، ما همه میدونیم این سربی حقیقیه ولی تصویرش مجازیه که شما میبینید تا تو آینه میبینید. همین الان شما لیوان دستتون رو پرت کنید بزنید تو صورت سربی، یا کامپیوترتون میشکنه یا تلویزیونتون، چون حقیقی نیست، مجازیه. و در این دنیای دیوانه 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 مجازی ما آدم ها هم داریم دیوونه میشیم. خیلی خوشحالم که الان دو هفته است یا یه هفته بیشتر تصمیم گرفتم که روی فیسبوک بنویسم که من به علت داشتن دوستان و دشمنان و مخالفین زیاد مقدور نیستم، دیگه وقت ندارم یکی یکی جواب بدم، و چقدر راحت شدم. شاید شما تو برنامه ها هم تغییر به اصطلاح این تغییر رو دیده باشید که من راحت ترم، و فکر میکنم وقتی من راحت ترم شما هم به عنوان بیننده راحت ترید. این ویدیویی که میگه هویدا بحرین هویدا گفته بحرین دخترمان بود عروسش کردیم رو الان براتون میذارم، هم روی فیسبوک کاپی لینک لوکیشن اینجا اجازه بدید، با وجودی که قرار ما با فیسبوک اینتراکت نداشته باشیم، ولی براتون میذارم. البته پاسخ اون دوستمونم یادتون باشه که اونم میگه آقا ماجرا یکی نبوده، هفتا بوده. ولی جالب اینه که خانم نعیه یه دفعه آقا این اصلا مال انگلستان بوده. میگم خانم اگه مال انگلستان بوده، شاه شما، شاه من با این نماینده ها دیوانه بودن که تو مجلس اینو به عنوان استان 14 انتخاب کردن، کرم داشتن، میخواستن جنگ را بندازن. آخه نمیشه، نمیخونه. بله خیلی ممنون. نظر شما درباره بازنشر آهنگ ها و حجوبات ضد رژیم سازمان مجاهدین چیست؟ آهان، من اتفاقا به دکتر رضا سلامی میگم آقای سلامی، این بدبختا بعد از 50 کارشون رسیده به جایی که نشستن ویدیو درست میکنن و شما ندونسته داریم ویدیوهای اینا رو پخش میکنید. دوستان عزیز، آقای همایون مبصری هم یکی از دوستانی هست که من مایلم توی تلویزیون مردم داشته باشم، و من متاسفم که این دوستان تصمیم نمیگیرن. آقا هفته ربع ساعت، هفته 10 دقیقه، هفته نیم ساعت درباره چند تا موضوع صحبت کنید، یا آدیو یا ویدیو ارسال کنید ما پخش کنیم که شما حضور داشته باشید به صورت دائم. ساعت 2:59 از ما برای که خوش قول باشیم و سر وقت و اینها زنگ میزنیم به آقای اردوان روزبه، امیدوارم امروز ارتباط برقرار بشه. و این دوست نازنینی که من چندین سال هست ایشون رو میشناسم، به دوستیش افتخار میکنم و از طریق کانون دوستداران فرهنگ ایران با ایشون آشنا شدم. شنبه ها میرفتم کانون و
سعی میکردم. ببخشید اگه صدای سلام آقای اردوان روزبه، خیلی خوشحالم که با شما هستیم. دوستان عزیز، همون جوری که بهتون گفتم الوعده وفا، با آقای روزبه هستیم. تصویر ایشون رو متاسفانه ندارم هنوز، ویدیوشون به اصطلاح وصل نشده. و من آقای روزبه توضیح دادم، گفتم که من حالا فهمیدم نه فقط شما، خیلی دیگه از دوستان که جزء لیست اسکایپ ما هستن ما رو بلاک کرده بودن موقعی که یکی از این دوستان جوان آمده بود و چپ و راست برنامه های ما و موضوعات دیگر رو به عنوان یه پورتال خبری میفرستاد برای اسکایپ. در هر صورت خوشحالم که این موضوع. حالا چرا ویدیو نداریم عزیزم؟ من نمیدونم، ولی من آماده بودم روی ویدیو. من پیشنهادم اینه که اگر شما یه بار دیگه منو بگیرید احتمالا فکر میکنم ممکنه بره روی ویدیو. باشه عزیزم، من دوباره به شما زنگ میزنم. خب دوستان عزیز، خوشحالم اقلا صدای آقای روزبه رو شنیدیم. حالا امیدوارم تصویرشون رو هم داشته باشیم و بتونیم چند دقیقه با ایشون باشیم. همونجوری که بهتون گفتم ایشون ژورنالیست هستن. دیدم یه جایی نوشته بودن فوتو ژورنالیست، همیشه دوربینش همراهش هست. شب سال نو مسیحی یه برنامه دورهمی درست کرده بود، ما هم رفتیم اونجا. ممنونم این برنامه رو که میذارن. دوستان قدر این برنامه ها رو بدونید با یه مبلغ You جنی. Have reached the voicemail box of 24. آقا این دوباره رفت رو تلفن شما، متاسفانه این اسکایپ. دیدید این روزا تلویزیون هم وقتی یه چیز نشون میده میگه شما میتونید با تلفنتون ببینید، با لپتاپتون ببینید، با آیپادتون ببینید. این اشکالش اینه که اون وقت بعد شما باید این چارتا رو قطع کنید تا با این یکی وصل باشید. اگه نباشید، دیدید اون روز هم حتی آقای موثقی با یه تلفن بذابینم ایشون داره با من تماس میگیره. امیدوارم که به 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 آقا تا سه نشه بازی نشه. دوستان عزیز بله، ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که قیافه خندان شما رو میبینم. اولا این شوخ طبعی شما و این خوش بیانی شما از کجا سرچشمه گرفته؟ از کجا شروع شده؟ از طرف پدره؟ از طرف مادره؟ یا چیز؟ من به دوستان گفتم که من از طریق کانون دوستداران فرهنگ ایران با شما آشنا شدم، اون موقعی که اومده بودید از مالزی، درست میگم؟ بله بله. من بله من ساکت میشم. دوستان عزیز، این شما و این آقای اردوان روزبه چند دقیقه مهمون برنامه ما بودن. اسمشون رو تایپ کنید، با سوربی از بایگانی ما میتونید ویدیوهای قدیمیشون استفاده کنید و چند دقیقه با ایشون هستیم و هر چه دلش میخواد بگه. ولی من میخوام بیشتر این شرایط امروز جامعه ما، مخصوصا تو آمریکا، چون دیدم شما در رابطه با اون تظاهراتی که سازمان مجاهدین به نظر من به دروغ آمده بود مردم رو جمع کنه، ولی شما چون آدم نایسی هستید نوشته بودید که سازمان مجاهدین انقدر علو تب داره و اینها که حتی حاضر نیستن اسمشون رو بگن. از اونجا و بعد ماجرای این دوست ایرانی، خانواده گرامی که فرزندشون رو از دست دادن، آقای بیژن قیصر و دیگر برنامه‌هایی که شما در شهر می‌بینی، ماشاءالله می‌بینم که خیلی فعال هستی و همه جا هستی. من ساکت، میکروفون دست شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای سوربی عزیز، من به شما سلام می‌کنم، به دوستان و بیننده‌ها و شنونده‌های شما در تلویزیون مردم هم سلام می‌کنم و آرزوی روزهای خوب رو برای همه می‌کنم. در بعد من خیلی خوشحالم از اینکه در واقع فرصت شده در خدمت شما هستم. از نظر من مدیا همیشه رکن مهم برای حفظ دموکراسیه، لذا من همیشه فکر میکنم هر مدیایی و اگر تا همین حدی که حداقل اجازه باز نظر شما رو بده بدون در نظر گرفتن محدودیت های خیلی خاص، قطعا وظیفه همه ماست اگر چیزی میدونیم یا حرفی برای گفتن داریم همیشه در تماس باشیم و خوشحال باشیم از اینکه دوستانی مثل شما جدی میگیرن و تماس میگیرن و پیگیری میکنن. من در مورد سه سوال، یعنی در واقع در مورد اول خودم پرسیدید، واقعش من نمیدونم این رگوشش در کجاست، ولی به هر حال حتما یه بخشی ژنتیکیه و به ارث رسیده از پدران و مادران ما، همه ما اکثرا. خداوند یه لطف بزرگی در حق من کرده، من پدر بسیار خوش‌شویی داشتم و مهربان بود
و دغدغه‌اش به هر حال فرزندانش. پدر و مادری دارم که اون هم همینطور خوش‌روست، مهربانه و من فکر می‌کنم اگر کنار اینا من رد شده باشم بالاخره حالا ممکنه خوش‌رویی داشته باشم، ولی در مهربانی و در بقیه چیزاش دیگه حالا شکه. بسیار ممنونم. عرض کنم. خواهش می‌کنم. آقای اون وقتا شما به اصطلاح آمدید و رادیویی داشتید و اینها، الان کجا هستید؟ و من می‌بینم در برنامه‌های ایرانی همیشه شما یا دوربین عکاسی باهاته یا دوربین فیلم برداری باهاته. یه مقداری از کاری که الان انجام بدید توضیح بدید، بعد یه مقداری راجع به این جامعه ما، اون چیزی که شما وقتی اینجا نبودید فکر میکردید و حالا که اومدید اینجا چی فکر میکنید و چی میبینید، این رو برای من توضیح بدید. من در حال حاضر، من تا سال 2015 من راه اندازی رادیو کوچه رو بعد از اینکه رادیو زمانه رو ترک کردم آغاز کردم با هدف رسانه برپایه شهروند خبرنگاری و سیویل ژورنالیسم. اون موقع درست در بوقوعی دوران 88 بود و این امکان خیلی مناسبی بود برای اینکه مردم هم حرفاشون رو بزنن. اما واقعیت اینه که من به شدت جزء دسته ام که معتقدم رسانه ها رو به مرگ هستن و اعتقاد دارم که رسانه ها به بالا حرکت نمی کنن، از نظر بقا و حیات رو به مرگ هستن. لذا خیلی فاکتورهای خیلی مهمی هم توی این قضیه وجود داره، چون من یه تخصصم در واقع سوشال مدیا ادوایزرم و کار رسانه های اینچنینی رو هم خیلی جدی دنبال میکنم. حقیقت هم اینه که ما بعدها احساس کردیم که اول از این که بر پایه شهروند خبرنگاری امکانات بسیار زیادی وجود داره، به در واقع دیگه اجباری وجود نداره که یک وبسایت راه بیفته و شروع کنه این کار انجام بدن. و نکته دوم این که من حساسیت هایی در مورد هزینه ها و تامین هزینه ها داشتم که برای من نگران کننده بود. لذا ما در سال 2015 نه اینکه کار رو بسته باشیم، به دلیل اینکه ما نزدیک به نصف نیم میلیون آدم در صفحه طرفداران رادیو کوچه در فیسبوک هستن، صفحه های توییتر خبر و همینجور در تلگرام، به همین دلیل ما اخبار رو خیلی سورت شده و بر اساس یک سری ضرورت ها منتشر میکنیم، ولی ادامه به معنای اون مدلی که در گذشته بوده خب پیدا نکرده. من در این بین با توجه به اینکه هم تحصیل میکنم و همین که به هر شغل من روزنامه نگاری تصویر عکس و خبرنگاری در بحران هستش، من دروازه برای یک رسانه آمریکایی در کالیفرنیا کار میکنم و به طور فریلنس با شبکه های ایرانی هم کار میکنم. بله، اجازه بدید کلمه فریلنس رو به دوستان بگیم، اونایی که ممکنه ندونن. کسی که آزاد کار میکنه، برای هر کسی خبر تهیه میکنه. و اون چیزی که شما گفتید خیلی قشنگ بود، فکر کنم چند سال پیش بود که میگفتن هر یک نفر یک رسانه است، یعنی دیگه الان احتیاج نیست من یا شما زیر بار یه نفر بریم، مجبور بشیم اخلاق خوب و بد و زورگوییشو تحمل کنیم که میخوایم نیم ساعت برنامه داشته باشیم یا یک ورق در یک مجله بنویسیم. خودمون میتونیم صدها ساعت برنامه داشته باشیم در فیسبوک، صدها ساعت در یوتیوب و صدها کتاب بنویسیم اینور اونور. اینو فکر میکنید که به اصطلاح به طرف خوبی و خوشبختی پیش رفت، یا اینکه میشه گفت که مثلا یه درخت خشک شد و در نتیجه اطرافش دارن یه سری قارچ ها میان بیرون، یعنی این سوشال میدیا رو به عنوان، چون من دیدم بعضی هم انسان اون موقع که مثلا یه تلویزیون بود بهتر بود قبل از اینکه تلویزیون ها مثل قارچ سبز بشن، اصلا این لقب قارچ به این تلویزیون ها و نه فقط تلویزیون، رادیو به اصطلاح روزنامه اینا رو دادن، خوبه یا بده؟ خوبه که اینا همه سبز شدن و همه جا سبزه، به جای اینکه یه درخت داشته باشیم مجبور بشیم چهار صبح بریم زیرش بشینیم که سایه داشته باشیم، یا اینکه اینو برای من مقایسه کنید اون وقت با الان. خواست شما در واقع سهل و ممتنع آقای سوربی عزیز، به دلیل اینکه در واقع وجود تنوع و تکثر در رسانه ها خیلی میتونه مفید و فایده باشه برای اینکه ما صداهای مختلف رو میشنویم. اما این که بر این دستگاه ها اصولا یک سیستم استثبار یعنی نظارتی وجود نداره به لحاظ کیفیت خبر، نه محتوا. من اصلا نظرم نیستش که
به این معنا که آقا این خبر در مورد فلانی منتشر بشه یا نشه اصلا حرف من نیست. در مورد کیفیت خبر بر اساس روشی که در ادیتوریال‌های خیلی قابل قبول وجود داره، مثلا مثل رویترز، مثل اسوسییتد پرس، که یک خبر سورس‌های مهمی باید داشته باشه، سورس‌های قابل قبولی داشته باشه، منبع قابل تایید باشه، منابع محلی تاییدش بکنن. ببینید اینا چیزایی است که اگر وجود داشته باشه یک خبر رو قابل تأمل میکنه. از نظر من اگر این نباشه اصولا یک خبر قابل تأمل نیست. مشکلی که در مدل فعلی وجود داره الان بخشش بر اساس برداشت‌های فردی داره تولید میشه، بخشش بر اساس تصورات، بخشش بر اساس اصلا یک جور اصطلاح آقای ترامپ رو به کار میبرم، یه جور فیک نیوزن اساساً، و هدفشون هم همین، دنبال این هستن که تشبث به خبر بکنن، ولی در واقع دارن یک ضد خبر رو تولید میکنن. و همین دلیل من معتقدم که از یک سو ما دیگه خبر مگو نداریم، یعنی اصلا من معتقدم با این وضعیتی که موجوده، با توجه به اینکه مرگ رسانه‌های کاغذی رو رقم خواهد زد، مرگ ماس مدیا یا همون در واقع مینستریم یا رسانه‌های بزرگ رو رقم خواهد زد، در کنار این قضیه ما باید در نظر داشته باشیم که خب هیچ خبری پنهان نمیمونه با این وضع. به قول شما هزاران درخت سبز دیگه کسی منتظر یک سایه نمیشه. اما این با اسپانی بعضی از خطرهای دیگه هم هست، از جمله که یه عده‌ای به خاطر اینکه جامعه رو درگیر یک جنگ روانی بکنن، ممکن اخبار از خودشون بسازن و با اسپانی خیلی از مخاطرات بشن. من فکر میکنم این برمیگرده، امروز مخاطب ما برمیگرده به اینکه تا چه حد با مطالب اطرافش و اتفاقات اطرافش با دانش برخورد میکنه. 3 سال پیش 4 سال پیش من یادم میاد که این خبر خیلی 100% دروغ رو خیلی راحت همه جا میشد منتشر کرد، همه هم به هم دست به دست میکردن، این میداد برای اون میداد، بعد هم این رسمی دیگه الان در بین ایران میاد که تلگرام بازی و همه دنیا داره روی تلگرام میگرده و این همش جابجا میشد. اما الان من دارم میبینم کم کم داره یه موج تازه‌ای درست میشه که مردم خودشون هم حساسن دیگه، این چیزی که میشنون درسته یا نه. من تصور میکنم در کنار این قضیه که بخوام جمعش بکنم، در کنار این که رسانه‌های بزرگ و مادر از بین خواهد رفت، رسانه‌های کاغذی و کلاسیک هم از بین خواهد رفت، موج رسانه‌های فردی در قبال مردم به این سمت میره که هر چه سعی بکنن خود مردم سر از ناسره بکنن تا خبرهای درست رو بگیرن، و قطعا فکر کنم اتفاق مبارکی خواهد. بسیار ممنونم دوستان. میبینید که ایشون چقدر قشنگ بیان میکنه و به اصطلاح محاسنش رو گفت، معایبش رو هم گفت، و واقعا وقتی حالا ایشون گفت من درست متوجه شدم. خود من این روزا خیلی حساس‌تر از قبل هستم، سعی میکنم یه خبری رو مثل همون به اصطلاح مدیاهای درست حسابی 2-3 جا اول امتحان کنم ببینم درسته یا نه، حتی برای دوستان دیگه پیشنهاد میکنم. و ایشون گفتن که خب چون یه دفعه این اومد، مثل همون آزادی برای ما ایرانی ها که نمیتونیم ازش استفاده کنیم به خاطر که آزادیم تو سر هم میزنیم، ولی بعد یه مدت میبینیم ای بابا من اگه تو سر اون میزنم یکی هم تو سر من میزنه، یاد میگیریم دیگه تو سر هم نزنیم، بعدم یاد میگیریم همدیگر تحمل کنیم. ممنونم. من وقتی این دوستان رو دعوت میکنم، و باور کنید حرفایی که میزنن به مغز من اینجوری فرو میره، یک شادی تو دل من درست میشه. اتفاقا اون روز برای آقای اردوان روزبه گفتم و ایشون میدونه من چند چیزا رو از بینندگان مخفی میکنم، بهش گفتم آقا من میدونستم که شما سخنوری، و گفتم امروز ایشون میاد یک کمک چند دقیقه‌ای به من میشه و شما که اسکایپ درست نشد نمیدونید چه بلایی سر من اومد، اصلا من دیگه نمیتونستم صحبت کنم. ولی امروز خیلی خوشحالم که باز با اردوان هستم و ایشون رو فیسبوکش رو هم با همین اسم اردوان روزبه میتونید دنبال کنید. حالا میریم به ماجرای این که شما در مالزی و کشورهای دیگه بودی، چه فکری میکردی درباره فقط اینایی که آمریکا هستن، ایرانیان آمریکا، و بعد که اومدی چه چیزایی همون بود که فکر میکردی، چه چیزایی بهتر بود، چه چیزایی بدتر بود؟ اینو برای ما یه مقداری بازش کنید لطفا. عرض کنم ببینید ما در یک در واقع با در دو تا فضا داریم زندگی میکنیم و صحبت میکنیم، فضای ایرانیان مالزی، فضای ایرانیان آمریکا، و فضای حالا جامعه دیاسپرا در واقع، و جامعه داخل ایران. میدونید اینا هر کدوم جنس خودشون رو دارن.
من تجربه 5 سال زندگی در مالزی داشتم، من تجربه همکاری با رسانه اروپایی و حالا به هر حال جسته و گریخته زندگی در کشور هلند رو داشتم، تجربه اروپا هم داشتم، تجربه خب به هر حال ایران که دیگه ممکن منه و مادر من و خب امریکا. حقیقت هم اینه که اینا به جنس خودشون و فراخور حال خودشون تفاوتهایی با هم میکنن به لحاظ ساختاری. مثلا ایرانیان مالزی ایرانیان بودن که یک باره هجوم آورده بودن به خاطر مسئله نبود ویزا، مسئله نبود مشکلاتی برای اقامت. خب من یادم مثال 2000 وقتی مهاجرت کردم به کوالالامپور، جمعیت ایرانیان منطقه 16,000 تا بود بر اساس آمارها. روزی که داشتم کوالالامپور رو ترک میکردم این رقم غیر رسمی ولی به نقل از بعضی از آدمها در سفارت ایران نزدیک حدود 240,000 نفر شده بود. یعنی میخوام میگم در ظرف 4 سال این عدد اینقدر نجومی رفت و بالا که شما در و دیوار ایرانی میره. یعنی کوالالامپور و چند شهر دیگه، چون به هر حال کشور مالزی یک تصویر جلو داره و یک اتفاقات پشت داره. وقتی اونجا ساکن میشید میفهمید که مالزی پیشرفته، مالزی که فقط در جزایر خوش آب و رنگش در مناطق جنوبی مثل پرهنتیان و غیره است و در کوالالامپور. ولی اگر مثلا حالا شما اگر حالا جهور مثلا میرید خب نسبتا بد نیست، ولی اگر بعضی از جا برید مثل من که مثلا رفتم زندان یکی از زندان بزرگ مالزی رو در مرز سنگاپور دیدم، بعد میفهمید که خب تصویر دوم. خب ایرانیان اون منطقه با هزینه‌های کم وارد میشدن میامدن، در نتیجه فرهنگ ایرانی خودشون رو با خودشون داشتن. همه اون چیزایی که خوب و بد داره، فرهنگ ایرانی همیشه فرهنگ خیلی متعالی و متفاوتی نیست. من جز اون دسته نیستم که باور داشته باشم ما همیشه این داستان 4000 و 3000 و 7000 ساله رو با خودمون یدک میکشیم، الزاماً آدم‌های با فرهنگ نیست. اما به هر حال مسائل خودشون داشتن، اما ایرانی تر زندگی میکرد. خب در اروپا خیلی کمتر، در واقع نوع زندگی اروپایی و سیستم سوسیالیستی خیلی همه رو به مدل اروپایی نزدیک میکنه. اما ایرانیان و آمریکا واقعیت اینه که چند نکته توشون بود. زندگی آمریکایی در وهله اول منو خیلی سورپرایز کرد، به خاطر اینکه در آمریکا واقعیت اینه که بر پایه کار کردن و دویدن شما نون میسازید و بس. یعنی اینکه اگر نونی برای خوردن نداشته باشید در آنی ممکنه که کنار خیابان بخوابید. خب این اتفاق در خیلی از کشورهای دیگه که من دیدم نمیفته و خب خیلی هم میفته. اما ایرانیان آمریکا چند هستن؟ من خیلی مجدانه معتقدم اول که سطح تماس سطح سواد در ایران و آمریکا بسیار بالاست به طور متوسط و با تجربه که من جامعه ایرانی در کشور دیگه دارم به جرات میتونم بگم ایرانی ها در این منطقه خیلی باسوادن و به عکس بعضی از کشورها. مثلا ایرانیان در مالزی خب دیگه مورد توجه و علاقه نبودن در سالهای 2010-2011 به بعد، البته این جمعیت حالا کم شد ولی برسد. ولی اینجا چیزی که هست واقعیت این که علارغم این که حاکمیت در ایران یک درگیری دراز مدت نزدیک چند ساله، حالا از بعد از به طور جدی از بعد از 13 آبان و تصویر سفارت امریکا در تهران یک تنش بزرگ بین حاکمیت ها به وجود آمده، ولی من به دفعات از دوستان آمریکایی شنیدم ایرانی ها رو به نیکی یاد میکنن و فکر میکنن که ایرانی ها به هر حال مردمان خوبی هن، مردمان باسوادی هستند و آدم های جدی هستند در کارهاشون و مخصوصا حالا خیلی هاشون مدنی ایرانی اصولا خیلی پول دارن. حالا من که جز اون دسته هم که نمیدونم چرا به من که رسید من جز طبقه پول دارش محسوب نشدم، ولی برقا تصویر غلطی نیست. تصویر ایرانیان این منطقه یعنی در امریکا به نظر من تصویر مناسبیه از مردمانی که باسوادن و شغل‌های کلیدی دارن و کارشون رو انجام میدن. و از یه طرف یه نکته خیلی خیلی مهمتر وجود داره اینه که من کاری ندارم با مدل حاکمیت در ایران، اما ما تقریبا در تمام این سال‌ها به معنای واقعی اثبات شده که اقدامی از طرف ایرانی‌ها نسبت به آمریکایی‌ها ندیدیم و نداریم. هم با مسائلی که روزا پیش میاد از عملیات‌های تروریستی تا بمب‌گذاری تا چه و خوشبختانه ایرانی‌ها هیچ وقت در این لیست نبودن، اگرچه که متاسفانه در لیست آقای ترامپ مشمول این بیمهری هستند، ولی خود این مردم یه همچین موقعی نداشتن. که البته من به طور ریشه‌ای معتقدم ایرانی‌ها به دلیل اینکه اگرچه که خیلی‌هاشون مذهبی هستن اما ریشه مذهبی به این معنا ندارن و همین دلیل خیلی تعصبات اینجوری ندارن.
در مجموع تصور من اینه که ایرانی های امریکا جنس خودشون رو دارن، ارتباطات خودشون رو دارن. اما یک نقطه مشترک بهتون بگم که من متاسفم راجع به این مورد بگم، اینه که من در تمام ایرانی های خارج از کشور، چه اونهایی که به صورت موقت سفر کردن به خارج و چه اونهایی که به طور جدی سالهاست دارن خارج زندگی میکنن، من نمیدونم چطوریه که من در مثلا جمعیت یا کامیونیتی مثلا اتیوپیایی ها، سودانی ها، یه مثلا دوستانی داشتم، ارتباط داشتم، رفتم باشون و چیزی که برخوردم اینه که خیلی اینا مراقبن، به هم کمک میکنن. مثلا در پارکینگ ها در دی سی اگر شما برید، اکثرش یعنی 90%شون معمولا همین دوستان و مهاجر آفریقا. یه روز از یکیشون پرسیدم که شما چجوری میشه که همتون شغلتون اینه؟ یه حرف جالبی برگشت کرد، گفت به دلیل اینکه اون اولین نفری که از کشور ما پاشد اومد اینجا کارشو توی پارکینگ شد. و این خیلی نکته ظریف و جالبیه. من به دفعات در بین ایرانی ها در جای مختلف گرفتم، در اروپا، در امریکا، در حاشیه کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس، در آسیای جنوب شرقی، اولین مشکلی که وجود داره ایرانی ها احساس خوبی از اینکه یک ایرانی رو میبینن ندارن و من نمیدونم چرا. و این شاید برمیگرده به حالا مسائلی که ما در پشت سر در طول سالهای گذشته گذاشتیم، به هر حال آسیب شناسی خودش رو داره. از این که آقای روزبه ببخشید همینجا این سوال رو مطرح میکنیم، اگر کسی این دلیلش رو میدونه بیاد مهمون ما باشه یا پیام بذاره یا بنویسه، تا این تاپیک خوبیه، موضوع خوبیه شما باز کردی. بله، این از به اصطلاح همدیگه فراری بودن و گریزان بودن و اینها رو من خودم هم تو آلمان شاهد بودم، هم اینجا. الان خیلی بهتر شده، اوایل انقلاب خیلی بدتر بود و ترس و وحشتی داشتیم و الان بهتر شده. این چیزی که شما میگی من با پوست و گوشت و استخوان حس کردم و هنوزم حس میکنم. اگه کسی از دوستان مایل در این باره صحبت کنه مهمان ما باشه. ببخشید حرفتون رو قطع کردم، بفرمایید. نه صدا میکنم، به هر نکته مهمیه منم دوست دارم بدونم که چرا ما ایرانی ها مثلا گریزانی و چرا همدیگر حمایت نمیکنیم. ببینید ما همیشه در اتفاق، حالا من خیلی راستش نمیخوام مثلا حالا وارد این بحثا به این ترتیب بشم چون خیلی زمان میبره، اما ببینید ما مثلا همیشه در مورد این که مشکلاتی داریم و مشکلاتمون رو نمیتونیم حل بکنیم در یک وضعیتی هستیم که فکر میکنیم خب هر اتفاقی داره میفته بر اساس شرایط حاکمیت، بر اساس موقعیت ما و بر اساس حالا فشارهایی که از ناحیه حاکمیت بر مردم ما داره وارد میشه. اما این یه حقیقتی هستش و اونم این هستش که من فکر میکنم که خیلی از این اتفاقات ناشی از رفتار خود ماست و اصولا من به چیزی به اسم حاکمیت مجزا از مردم خیلی راستش اعتقاد ندارم. میدونم که این نقد برش وارد خواهد شد، خیلی از دوستان معتقد خواهند بود که این تصور نادرستیه، ولی من فکر میکنم اصولا بدنی هستی یا حاکمیت مردم اون کشور میسازن و اگر مردم اون کشور برایندشون انرژی برای تغییر نباشه، مردم اون کشور برایندی برای تلاش برای اون اتفاقهای بهتر نداشته باشن، به نوعی متکیان به همون شرایطی که دارن و بعد اونها به خاطر اینکه از گردن خودشون رد بکنن میندازن گردن حاکمیت. و من فکر میکنم هیچ حاکمیتی در دنیا باقی نمیمونه مگر اینکه مردم اون کشور مجدانه تلاشی برای تغییر روشهای اون نداشته باشن. حالا بازم عرض میکنم که متاسفانه من به هیچ نوع انقلاب و هیچ حرکت تندی هم اعتقاد ندارم، ولی من فکر میکنم که تغییرات از ناحیه خود مردم باید شروع بشن. بسیار ممنونم برای صحبتاتون، فکر کنم خیلی اون آمریکایی‌ها میگن سر قوطی رو باز کردی، حالا منتظر باش که چی میشه. بیایم جلوتر و امسال قبل از سال نو میلادی یه سری تظاهرات در ایران براه افتاد که بعدم ثابت شد که اصلش از خود تندروهای حکومت بوده و اینجا دیدیم که سرصداهایی ایجاد شد، هر کسی میخواست به اصطلاح اعتبار و کردیت بگیره. نظرتون رو میخوام به اصطلاح خیلی خلاصه درباره این نوع تظاهرات و بعد اینجوری فرستادن مردم به خونه هاشون و دفعات بعد مردم به اصطلاح دل خوشی دارن که بیان بیرون یا میگن بابا ولش کن اینم مثل دفعه قبل میشه و اینها، یه مجموعه از اینو برای ما مثلا باز کنید، تعریف کنید که شما نگاهتون چگونه است.
ببینید آقای سوربی، من شخصا معتقدم که حرکت‌های خیلی سریع و فوری الزاماً منتهی به یک اتفاق بهتر نخواهد شد. الزاماً عرض می‌کنم منتهی نخواهد شد. حالا دست به قضا ممکنه بشه، ولی به طور کلی ببینید حرکت‌های انقلابی در طول تاریخ نگاه می‌کنید تقریباً هیچ وقت به یک سرانجام بسیار مفیدی نرسید. انقلابات شده، مردم با شور اشتغال آمدن بیرون، کشته شدن، کشتن، اعدام کردن، از بین بردن و در نهایت سال دوم نیروهای خودشون رو کشتن، سال سوم یک حکومت دیکتاتوری بعد از اون درست شده. ما تاریخ زیاد داریم. شما به زندگی مردم در هایتی نگاه کنید، دکتر دوالیه، ببینید که مردی که پیش از انقلاب پاپادوک صداش میکنن و کسی هستش که مثل پدر مردم هایتی محسوب میشه، بعد از انقلاب هایتی و اون حرکت تونشکن هایتی تبدیل میشه به یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای جهان، که به اصطلاحی در من کتاب در مورد تاریخ هایتی میخوندم که اصطلاحی که در مورد ماموران امنیتی هایتی به کار میبردن بهش میگفتن تونتون ماکوت، یعنی لولو خورخوره، و مردم معتقد بودن که همیشه شما در سایه یک لولو خورخوره دارین زندگی. نمونهش رو در کوبا میتونم مثال بزنم. به هر حال حرکت چپ تند خیلی پر انرژی که الگوهای جریانهای چپ دنیا سالهای سال بوده، ولی بعد از ظهور یک حکومت انقلابی به این ترتیب سالهای بعد میبینیم چه اتفاق میفته. و خب حتی خود ایران راه خیلی دوری هم نریم، ما چرا بریم به سمت آمریکای لاتین؟ خب بیایم همینجا و در ایران نگاه بکنیم. آدمهایی که در واقع با انگیزه انقلاب میکنن، کاری ندارم با خوب و بدش، آدمی نیستم در کسبت قضاوت که بگم حتما انگیزشون منفی یا مثبت، اما وقتی نگاه میکنید میبینید که این حرکت ها منتهی به یک رنج های به مراتب بیشتر خواهد شد. ما در زمان شاه مشکلاتی داشتیم، البته من خیلی کم سن بودم و ادعایی که من بخوام بکنم قطعا بر پایه تاریخ خواهد بود. من آدم 8-9 ساله که قطعا نمیتونم بنابراین فکت هایی که دیدم رو حرف بزنم، قطعا کم سن بودم. ما قطعا مشکلاتی داشتیم در اون دوره، مسئله تشکیل بعضی از گروه های به من اصطلاحش میذارم خودسر، مثل تشکیل کمیته مشترک، مثل خیلی از اتفاقهای دیگه، و البته ضعفهایی که خود شخص آخرین شاه ایران داشت در مورد عدم در واقع صراحتش در نگاهش نسبت به مسائل دینیش و این میکس شدن همینا با هم دیگه. خب به هر حال محصولش و البته حالا بعضی از اتفاقات که در گوشه و کنار جهان میفته که کمک میکنه به این انقلاب. شما در سال 57 نگاهتون به انقلاب ببینید، اعدام ها رو ببینید، ولی به هر حال امیدهایی که وجود داره 58 59 60 ما باید یک مسیر دیکتاتوری صرف میشیم که هر چیزی با کلمه این فرد ضد انقلابه میکس میشه و عملا دیگه هیچ توضیحی نمیخواد. ضد انقلاب بودن کافیه برای، یعنی شرط لازم و کافی برای حسره. لذا من اصلا با جریان اینجوری شخصا موافق نیستم، اما بعضی از اتفاقات میتونه خیلی مبارک باشه، مثل همین اتفاقی که امروز افتاده و من خیلی با اشتیاق دارم دنبالش میکنم. مثلا ما در پس اون جریان تونچکن ریختن توی خیابونا و بانک آتیش زدن و داد بیداد کردن و گله و تیراندازی و همه این حرفا که اتفاقا شروعش دقیقا از شهری بود که شهر منه، یعنی مشهد، و از ناحیه کسانی بود که در بدن این نظام بودن یا حالا به هر علتی دنبال چه سهمهایی بودن، اما عدم کنترلی که، یعنی در واقع این چیزی که از دست اینا خارج شد تبدیل شد به یک شروعش می‌کنه. من الان میدونم که همه معترض خواهند شد به این کلمه، ولی هر کدوم یه تعریف داره برای خودش. آقای سر، وقتی شما یه عده اعتراض دارن و میرن توی خیابون یه معنا، وقتی یه عده میرن بانک آتیش میزنن کلانتری میخوام بگم میشه یه معقوله. بله ممکن خیلی ها به تبع بعضی از شبه‌رسانه ها فکر میکردن داره اتفاق میفته، ولی واقعیتش اینه که ما در ایران مجموعه نیروهای بسیار پرقدرت داریم که به این روش ممکن نیست بشه چیزی رو توش تغییر داد. اما مقابل این نکته من یه چیزی بهتون بگم. خانم اسم ویدا موحد یا موحدی در همون اثنا در خیابان انقلاب روسری از سر برداشت و بر یک ترانسفورماتور در یک کافه تلفن ایستاد کنار خیابون و باید همه ببیننش. واقعیت اینه که من همین لحظه که این صحنه رو دیدم به این آدم تبریک گفتم، به خاطر شجاعتش و تلاشش و تلاش مدنی این آدم. و اتفاق منتهی به این شد که یه دراز مدت خیلی از مشکلات پیش آمد، خیلی از مسائل پیش آمد، درگیری ها، و در نهایت اینه که این آدم آزاد شد، همونجور که آقای رضا خندان فعال مدنی و همسر خانم نسرین ستوده اشاره کردم، خانم ویدا موعد آزاد شد. اما شروع این حرکت
پادکست خیلی خوبه. من حداقل بیش از 7-8 عکس در ظرف دیروز امروز دیدم دختران این خیابان انقلاب، مثلا که روسری سر برداشتن و ایستادن و اعتراض کردن، در واقع حق خودشون رو طلب کردن. اینکه روسری کسی دوست داشته باشه سرش باشه یا نباشه به نظر من حقشه، و این ولی مشکل اینجاست وقتی اجباری میشه، خب یک در واقع این دیگه حق نیست، این یک رنج. و اینا با این رنجشون با این مبارزه مدنی شروع کردن و من مطمئنم موفقیت داشته اینا. و این روشی هست که ما میتونیم کشور رو تغییر بدیم. ما همه کرسی های مجلس رو میتونیم از آدم هایی پر بکنیم که انتخاب ما باشه. هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما مجبور بودیم به این مجلس فرمایشی. مگر میشه همچین چیزی؟ شما اگر رأی ندی به اون نماینده که نماینده خودت نمیدونی، هیچ وقت آدم به مجلس نمیره. یک بار، دو بار، ده بار. شما اگر مأمور کلانتری که عموی شماست، شما بهش توبیخش بکنی برای رفتار بعدش، یک بار، دو بار، ده بار اینو عوض میشه. من به این شیوه بیشتر اعتقاد دارم. بسیار ممنونم. همش برگشت به خودمون، مردم، مردم، مردم. و خیلی قشنگ شما توضیح دادید که این تعریف شورش و انقلاب و اینها رو هم ما بارها دیدیم که هنوز بعد از 40 سال بین حتی دوستان فرهیخته مشکله. بعضی هاشون میگن این انقلاب بود، بعضی هاشون میگن این شورش بود، بعضی هاشون میگن توطئه بود، و به قول شما باید این تعاریف رو اول یاد بگیریم. من بازم از شما ممنون و متشکرم. همونجوری که گفتم، مطمئنم با این صحبتایی که کردین دوستانی هستن که موافق شما هستن، مخالف شما هستن، و اونها هم همون جوری که باز گفتیم در تلویزیون مردم حق دارن که بیان صحبت کنن. در خاتمه اگر موضوعی هست که دوست دارین اون رو اینجا باز کنید، دربارش صحبت کنید، بفرمایید. و به دوستان هم من همیشه گفتم در تلویزیون مردم ما نه به مهمونامون میگیم که اینجا چی بگو چی نگو، ولی بهشون میگیم که اینجا هر چه میخواهد دل تنگر بگو. و فکر نمیکنم کسی بتونه جلو گفتهای شما رو بگیره حتی اگه بخواد. در صورت بفرمایید، با شما هستیم. و بازم ازت تشکر میکنم که بعد از اون ماجرای جمعه امروز آمدی و با ما بودی. امیدوارم در آینده شما رو بیشتر داشته باشیم. بفرمایید. شما خیلی دوست دارید. من از شما تشکر میکنم، از بینندگان شما تشکر میکنم. شما سابقه طولانی توی این منطقه دارید و آدم نسبتا منصفی هستید و من فکر میکنم که اینا اتفاق مبارکی. حرف خاصی واقعیت ندارم جز اینکه واقعا دعوت میکنم همه هموطنانمون به اینکه ما روش های بحث کردن، مداقه و گفتگو رو یاد بگیریم. به نظر من ما خیلی با این مسئله فاصله داریم. ما خیلی زود تبدیل میکنیم یه بحث رو اصطلاحش حالا مثلا این لات معاونش ناموسیه، تبدیلش میکنیم یه بحث ناموسی. واقعیت این که اگه من نظر مخالفی دارم و یا نظر من غلطه، به من کمک کنید یاد بگیرم و بفهمم، یا مجاب میشم یا نشدم، در واقع ما دشمنی با هم نداریم. ما به قدر کافی در این روزها رنج داریم. ما مردم ایران به شما قول میدن در اقصا نقاط جهان دردهایی داریم که همه ما رو داره اذیت میکنه. ایرانیانی که اینجا به امید دیدن پدر مادرشون هستن و بر اساس این قانون منع ورود بعضی از اتباع کشورها دیگه نمیتونن پدران و مادرشون رو ببینن، کسانی مثل من هستن که آرزوی برگشتن به وطنشون رو دارن و متاسفانه در اندازه یک منتقد حتی نتونستن این حق رو داشته باشن و بتونن بین مردم خودشون زندگی کنن. مردمانی داریم که رنج های زیادی برای تامین زندگیشون میکشن. من پیشنهاد میکنم وقت اینه که ما ایرانی ها همون دوست داشته باشیم بیشتر از پیش، انقدر که حس بکنیم چو دردی بقیش بگیادم چو عضوی به درد آورد روزگار. بله دقیقا، عضوی به درد آورد روزگار. آقا من این فیلم شما رو بابت حق و سکوت باید نگه دارم. یعنی فکر کنم اولین بار هست که شما توی صحبت کردن کم آوردی. درستان ممنونم دوستان عزیز. آقای من دردش فکر میکردم خود آره. جمله یادم را. خیلی ممنون ارمان جون، به امید دیدارت. و امیدوارم بازم بتونیم این نوع برنامه ها رو داشته باشیم. و شما باز به یک نقطه اشاره کردین که اون نقطه همون دوست داشتنه. من به یه نفر تلفن زد اینجا با فوش و فضیحت، بعد بهش گفتم من از شما یه سوال دارم. اگر امروز من تو خونه داداش شما مهمون بودم و شما منو اونجا میدیدی، آیا اینجوری صحبت میکردی؟
گفت نه من از شما عذر میخوام. گفتم بابا همش فکر کنیم روبروی هم هستیم و وقتی هم روبروی هم هستیم فکر کنیم با هم میتونیم مخالف باشیم ولی دوست باشیم و دشمن نباشیم و خودمون رو ارزون یا مجانی نفروشیم به هر کس و به هر جایی. به قول شما ناموسیش نکنید. اردوان خیلی ممنون، خوشحالم کردی. زنده باشید. متشکرم. مرسی عزیزم. روز خوبی داشته باشید. دوستان عزیز با اردوان روزبه بودیم و دیدید که اون عکسایی هم که گفت از فیسبوک خودش بهتون نشون دادم، عکسای این دختران ایران که الان به عنوان دختران خیابان انقلاب معروف شدن. شما هم نظراتتون رو میتونید هم با اردوان از طریق فیسبوک مستقیما باهاش در تماس باشید. میدونم احتمالاً خیلی‌ها میگید ای چرا رفتی مهمون سربی شدی، سربی مزدوره. اونم بهتون میگه هیچی نگو، به خود منم میگن مزدور. هنوز داره میخنده. خیلی ممنون، امیدوارم همیشه دلت شاد و لبات خندون باشه. میدونم که در چند ماه گذشته خیلی شرایط بدی داشتی، امیدوارم خبرهای بهتر و شادتری رو با همدیگه با دوستانمون در میون بذاریم. مرسی که با ما بودی. خب دوستان عزیز، با آقای روزبه برنامه رو ادامه میدیم و این ماجرای ضد انقلاب. یک نوشته رو با صبح خوندم، یه عکس بود که روش نوشته بودن اگر امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بیاریم و توی خیابونهای ایران، تهران، شهرهای مختلف با صدای بلند بخونیم، ما رو به عنوان شورشی و کسی که میخواد حکومت رو به اصطلاح از بین ببره توقیف میکنن. یعنی ببینید که جمهوری اسلامی، حتی آقای چمنارام گفته حتی قانون اساسی خودش رو داره زیر پا میذاره. و باز اردوان روزبه خیلی قشنگ توضیح داد. دوستان سعی کنید این صحبت کردن با هم، مناظره کردن، گفت و شنود و اینها رو بیشتر داشته باشیم. اصلا برنامه های اینجوری داشته باشیم، چند نفر موافق مخالف، و اینجوری نباشه که یه تلویزیون فقط مال موافقین، یه تلویزیون فقط مال مخالفین، یه تلویزیون فقط مال مجاهدین، یه تلویزیون فقط مال منافقین. اینجوری نباشه و بشه یه مجموعه درست آینه مردم، گلستانی باشه که همه نوع گلی در اون باشه. خب بریم باز سراغ این پرونده ما که خیلی خوشحالم یه مقداری از قطور بودنش داره کم میشه و من شاید همین نصیحت دوستان رو که به کار گرفتم و نگذاشتم این فیسبوک ما رو ببره باز برگردونه به 20 سال پیش، به اون برنامه های تلویزیونی که ما اینقدر کاغذ می نوشتیم، می آوردیم، می زاشتیم، تلفن اولی، تلفن دومی برنامه رو می برد به یه سو و سمتی که اصلا نه ما می خواستیم نه شما بینندگان. خب ببرمتون شیراز. می دونید که جدیدن که چه عرض کنم، چند سالی هست تو تلویزیون آخوندا، اینم حالا یا گذشت زمانه یا زرنگی آخوندا که لهجه مشهدی، لهجه شیرازی، لهجه لوری، لهجه کردی، لهجه ترکی، اینا رو میبینیم و مردم خودشون رو به اصطلاح شریک میدونن توی اون برنامه. یکی از چیزایی که من که شیرازیم وقتی میبینم زیاد بهش توجه میکنم، لهجه شیرازی هنرپیشه‌ای هست که توی فیلم ها هستن. حالا این یک خانمی اینجا اگه اشتباه نکنم، بله لهجه شیرازی، اجازه بدید فقط این فیلم یکم باید حال بیاد، 2 دقیقه میخواد برای شما شیرازی صحبت کنه. و اون دوستی که فرستاده بود گفتم این خود شما هستید، اجازه دارم نشون بدم؟ گفت که نه من نیستم. و این روی تلگرام و روی به اصطلاح اینستاگرام و اینها داره پخش میشه و احتمالا شما اجازه دارید که پخش کنید. بریم با هم ببینیم و برگردیم. یه روزی فصل زمستون تو دل جلجل بارون، قرصی پاشن گندره کردم پا مرفتم خیابون. یه روزی فصل زمستون تو دل جلجل بارون، قرصی پاشن گندره کردم پا مرفتم خیابون. تیپو برکفتم و بوربان بیبلو شدم زمین، چه علم شنگه شد دورو برم بیا و ببین. دست بلوم زخم و زلی و سرپکاولوم ترتیلیست، همه ی رخت برم از آب بارون خیس خیس. پاشته ی عرصی من شکسته بود درست و راست، اما هیچ باکی نشد شکر خدا، خدا نخواست. توی هیس و پیس کاکو یه پسری از روبرو، کمکم کرد که پشم، چه خوش ادا خوش برارو.
تو چیشم خورد چیشش عاشق اونی کاش عاشق قد و بالاش عاشق او صداش شدم خودم دیدم سفید پوش تو لباس عروسی رو سر و سکه و نو با کلی ناز و روزی تور از رو صورت رو میزد بالو شازه دومار دخترها همه میگفتن که چقدر بهت میاد پسرون میگفت باکیت نشده خانم راستشو بگو یه طرف صدای عاقب که عروس بلشو شده بود سرم بود دست پسرون جلد گله با صدای خیلی بلند بهش میگفتم که بله اما از بخت بدم یه با شکی شنفتم از پشت سرش یه زنی بهش میگفت ولش بکن گور پدره منکوی صفحه عقده که تو برده دیگه اون دیگه حیا نداره به تو لم داده دیگه انگو دنیار دو دستی همه کفتن تو سرم کلی خردیدن همه خود تو سرم شد خبرم آبروم رفت تو سرت کرده شدم پیش همه جلدی از جام پشدم گروختم از این هم همه هم شکسته بود دلم هم پاشنه عوضی من چقدر این خانم قشنگ این شعر رو اجرا کرد. حالا اگه مال خودشه که خب دیگه نور علی نور. درصد ارسی دوستان شیرازی ها به کفش میگن ارسی، ولی خیلی چیزایی که ایشون میگه حتی منم یادم نیست دیگه. و اینه دیگه، اینو نگه دارن، این فرهنگ های مختلف، این گویش های مختلف، لهجه های مختلف رو نگه دارن و بذارن مردم هم لذت ببرن و نگن شما باید به این بگی این، به اون بگی اون. و یاد بگیریم هر یه لهجه ای رو که یاد میگیریم، یادش بخیر آقای افلاطونی بود معلم زبان ما در هنرستان شیراز، و اون میگفت هر یک زبانی که بیشتر بلد باشین شما یک انسان دیگه هستین. یعنی حالا مثلا یه انسان هستی زبان دوم میشی، دو تا انسان، سه تا انسان. و چقدر درست میگفت، همین دو کلمه آلمانی که من بلدم یه جایی طرف صحبت میکنه و دو کلمه انگلیسی که بلدیم، با اینا خودمونی میشی. خیلی خودمونی نشید، داره خطرناک میشه. یک ایمیلی به دست من رسیده، نوشته در دادگاه به علت دخالت پاسداران در مطبوعات عرب به عنوان افتضاح فساد منتشر شده است. میدونید هفته پیش ما با یه آقای اینجا یک کمی کلکل کردیم و ایشون هم از همون طرفداران ترامپ، از اون مفتخورا، و اسم فامیلیش هم توسی بود. خیلی از دوستان گفتن آقا نکنه این همون توسیه. عکسی که شما اینجا میبینید، این آقایی که اینجا وایستاده که حیف کلمه آقا، این گویا معلم قرآنه، ولی معلم قرآنی که به بچه هایی که رفتن پهلوش قرآن یاد بگیرن تجاوز کرده، و گویا الان دادگاه ایران این آقا را تبرئه کرده. و تعجب میکنید؟ نه. برای سلامتی و تندرستی شما، نوشته عزیزم با یک سرماخوردگی خودت را نباز، خوب میشی. آفتاب خوردن یا آفتاب گرفتن یکی از به اصطلاح راه درمان سرماخوردگیه. و چقدر وقتی اینو دیدم یادم افتاد ما وقتی زمستون بود میرفتیم مدرسه، حالا تا کلاس باز بشه و بریم و اینا، تو آفتاب اینجوری وای میسادیم درست رو به آفتاب. اگه یک کسی هم میمد جلومون میگفتیم برو اون بر، نمیدونم سایه سایه اونی که منو آفتاب میگم، شعر اینجوری هم درست کرده بود. و این همون آفتاب خوردن. یا تو آلمان تا یه روزی آفتاب میشه، نعوذن بالله که خیلی کم آفتاب میشه اونجا، و تا یه روزی آفتاب میشه چنان اینا درها رو باز میکنن و لاف و دوشکشون رو میندازن، حالا اون موقع اینجوری بود، میندازن از این دریچه ها بیرون که حتی لاف و دوشکشون آفتاب بخوره. این مولد، مولد چی میگیم به فارسی؟ آخه اگه بگیم قارچه وقتی با این قارچ خوراکی و با اون قارچ، ولی همون فانگس مولد اینا یه چیزایی هست که جاهای رطوبت مرطوب و تاریک و اینها معمولا درست میشه. و به این دوستم بگم خیلی ممنون از شما، چشم، سعی میکنم آفتاب بیشتر بگیرم، توی آفتاب بیشتر راه برم. اون قرص ویتامین د کار آفتابو نمیکنه، ولی یه چیزی که ما بالاخره بعد از اینکه با داداشمون صحبت کردیم، ایشون به من گفت که خونه شما که بخارید گازیه، این سیستم اون به اصطلاح دستگاه هیومیدیفایر رو داره،
ما یکی داریم دیه دی همیو دیه که گفتم قبلا داشت الان نداره. گفت همینه. گفت آقا این گاز هوای خونت رو خشک میکنه، به همین خاطر بدن شروع میکنه ریزش آب بینی که این مخاط رو خیس نگه داره، نه این مخها، مخاط بینی. و اگه شما یه از این دستگاه ها بگیری بذاری روزی 5 گالن 10 گالن، اگرم اتوماتیک وصلش کنی که دیگه بهتر، بخارید که روشن میشه اینم باز میشه و هم توی پول مصرف پول به اصطلاح برق صرف جویی میشه، چون هممون دیگه دیدیم جایی که شرجیه گرما بیشتره، یعنی اگر 100 درجه فارنهایت شرجی باشه میشه تحملش، ببخشید گرما باشه میشه تحملش کنی، ولی اگه 90 درجه به اضافه شرجی باشه نمیشه تحملش کنی. پس رطوبت رو باز زیاد کنی. دستگاه رو خریدم یه دونه و بهتر شدم الحمدلله. حالا شاید نتیجه اون آنتی بیوتیکام بوده. مثلا من یه دفعه یه جایی گفتم الحمدلله، طرف گفت شما چقدر انشالله ماشالله الحمدلله میکنید. حالا مثلا بهتر شدم بگم چی؟ حالا بایستم بگم درود بر ورودتان در دستور زبان کوروش. کوروش وقتی حالش بهتر میشد میگفت چی؟ راستی چی میگفتن اونا؟ آقا اونا اصلا مریض نمیشدن که چیزی بگن. بیچارا سر 20 سالگی میمردن، 30 سالگی میمردن. برید توی گوگل بنویسید مثلا در تاریخ در سال 1800 اوریج میانگین سن آدم ها چقدر بوده، بعد میبینید اصلا تعجب میکنید مثلا 30 ساله 40 ساله میمردن، حالا میشیم 80 90 91، تازه 95 فلان وقتی میبینیم میگه مرگ نابهنگام. حالا دیگه یعنی جوان مرد شده. اینم از این میگه که آیا لهجه شیرازی با مشهدی شباهت‌هایی دارن؟ بله 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 بله، بسیار شبیه هستن که بعضی جاها من که صحبت میکنم طرف میگه شما مشهدی هستی، میگم نه، ولی خیلی شبیه هستن. مرام و مرام و مرام، البته با شیرازی ها نمیگیم، ولی خیلی چیزهای دیگر رو از لحاظ لهجه نزدیک هستیم. بذار ببینیم این ویدیو رو که این دوستمون فرستاده چی هست. آها یه دو تا ویدیو فرستاد باز نشد، ولی ایشون لطف کرد دوباره فرستاد با یه روش دیگه. دوستان بعضی وقتا با تلفنتون اگه یه نفر براتون ویدیو میفرسته شما برای یه نفر دیگه میفرستین، مطمئن نباشید که اون میگیره اونو. تلفن ها به خاطر سیستمی که دارن عوض میکنن اون فرمت یا نوع اون ویدیو رو برای تلفن شما. وقتی شما میفرستیش دیگه اون اصلیه نیست و این اشکالا پیش میاد. یک کمی باید به اصطلاح رعایت کنیم. نبرد با شوروی در دوران جنگ سرد از قربانیان ارتش ایران کسی یاد نمی کند. بر رهای چوپان بودن، وزیر خارجه کنونی عمان یکی از جنگجویان کمونیستی بود، سپاس خدا را که مقلب القلوب است. اینم از همون فیلمایی بود که باز نشد، حالا ببینیم بعد چه جوری است. و اما این آقای محسن نژاد، سال هاست من ایشون را از طریق ایمیل و اینها میشناسم و نوشته که دوستان گرامی سلام، برای توجه شما و انتشار. این من اینجا معمولا یکم عصبانی میشم، برای توجه شما و انتشار. اگه طرف باهاش موافقه باید انتشار بده، اگه موافق نیست نباید انتشار بده، صرفا به این دلیل که میخواد دموکرات باشه. سعی کنیم چیزایی رو که بلدیم دوست، یعنی چیزایی که خوشون میاد منتشر کنیم تا نشون بده همون تعداد انتشار اینها که این به اصطلاح یه چیزی بوده که مورد قبول من بوده. من بارها به دوستان، به اون دوستون آقای حسن خزایی همشهری گرامی میگفتم آقا تو مثلا امروز 30 ویدیو برای من فرستادی، این ویدیوها رو نگاه کردی؟ میگم نکا کمک نمیتونم نگاه کنم. میگفتم خب چیه شما فکر کنی مثلا من آشغالدونی شما هستم؟ هر چی نمیتونی نگاه کنی میفرسی اینجا. یادتونه اون دفعه خوندم که گفت که خانم خونه به بچه گفت که این خراب شده نخور، میذارم بابات بیاد میدم بابات، یا یکی دیگه گفت ننداز تو آشغال بذار بابات بیاد. چرا آخه شما هر چیزی رو که خودت نگاه نمیکنی برای دیگران میفرسی؟ به این دلیل که آسونه. اگه قرار بود یه دلار باهاش بفرستی آیا میفرستادی؟ بعد اگه نگاه کردید بعد نظر بدید، بگید که من نگاه کردم این شعر خانمه که خون
من برای دو تا داداشم فرستادم، نوشتم من این ویدیو رو تماشا کردم، خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت ببرید. نه اینکه هر چی میاد، اصلا فیسبوک حتی برای آمریکایی هم جوک ساخته، نوشته دیگه ناراحت نباشید، دیگه نمیخواد شما فورواردش کنید، منتقلش کنید، ما یه دکمه گذاشتیم هر چی میاد برای دیگران بفرست بره. و اینجوری اتفاقا یک سوال کرده اون نظر ایشون در رابطه با آمد نیوز و اینها چیه، ولی ایشون کلشو گفت و بهتون گفتم مثلا آمد نیوز من باز میکنم تلگرام میبینم 2000 تا چی فرستاده. آخه آقای روح الله عزم، اگه شما که میگی که مال ما نیست، مال یکی دیگه است، اینم از این مثل ببخشیدا میگن شکست پدر نداره ولی پیروزی 100 تا پدر داره. اینم آمد نیوز نمیدونم مثل بچه حرومزاده است، هیچکی نمیگه من صاحبشم، هیچکی نمیگه من مدیرشم، اون میگه آقا من بودم حالا دیگه نیستم. خب آقا این کی بوده، چی بوده، از کجا اومده؟ و شنیدم آقای بیژن فرهودی گفته که نه، اون دوتا رادیو تلویزیون دیگه هستن که عربا پولشو میدن، یکیش تلویزیون نوریزاده رو گفته، یکیش هم یه تلویزیون دیگه، ولی تلویزیون خودشون، تلویزیون بیان، که حتی من شنیدم اجازه نمیدن آقای بیژن فرهودی توش کراوات بزنه. البته ایشون گفته چون جمعه ما برنامه داریم، جمعه ها کژوال دی هست و همینجوری راحتیم، و دیدید که به هم دیگه هم اون میگه روح الله جون، اون میگه بیژن جون، خیلی جونجونی شدن. خب میگه که افشین عبداللهی همشهری عزیزم، میگه ایشان خانم دوسی هستن، نام هنری دوسی، به خواهر عمه میگفتیم چی میگفت بنویس ببینم یادم، حالا یادمه، میگم مثلا دوستی، حالا الان اینو برای یکی دیگه بنویسی فکر کنه کلمه دوستی رو شما نوشتی دوستی. ایشان خانم دوستی هستن، نام هنری و اشعار مربوط به خودشان هست و چند سال با هم در رادیو تو شهر خودمون شیراز همکار بودیم، البته چند کتاب با همین سبک به چاپ رساندن. افشین عزیزم ممنون و متشکرم، از قول من به ایشون سلام برسون، بگو ما رو مجانی یه سفر بردی شیراز، سفری که این آخوندا نمیذارن ما بریم کیف کنیم، ولی شما ما رو بردی. و اون پاشنش چی بود؟ اول فکر کردم میگه پاشنه بربرنگی، احتمالا اینم یه چیزیه که خانما برای کفشای پاشنه بلند و اینها میدونن. دوستان عزیز، افشین عبداللهی یکی از اوناییه که با وجودی که تازه اومده آلمان، ولی برنامه‌هایی رو به زبان آلمانی خودش و همسرش و یکی از اون دوست همکاران اجرا میکنن. ما هم اینجا گفتیم اگه خواست برنامه‌هاشو فارسیشو بفرسته اینجا، ولی کار داره. منم میدونم وقتی یک کسی کاری میکنه دیگه من نمیخوام باری رو دوشش بذارم. من همیشه به دوستان گفتم که آقا تو اگه میای اینجا قراره به من کمک کنی، نه اینکه بیا بگو آی سوربی خیلی خوب میشه ها، شما به این که میفرسی به اونم بفرست، به اون که میفرسی به اونم بفرست، به اونم بفرست. گفتم آقا اینجوری اینو. درباره این دوستان خوب از مجید خوشنودی تشکر کنم، اون روز که گفتم آقا من وقت ندارم که این ویدیوها رو به هم بچسبونم، ایشون گفت که آقا بفرست من ویدیوها رو به هم میچسبونم. ممنونم ازت، ولی ببین باز اون یکی یکی برای من میفرسته یا اونا برای من میفرستن، من باید برای شما بفرستم، شما درستش کردی باز باید برای من بفرستی، من باید پخشش کنم. اینا همش کاره تا این که برسیم به یه جایی که من و شما اینقدر با هم اطمینان داشته باشیم، تو بشی ادمین، منم اینجا مثل یه نفر دیگه که با هم کار میکنیم، من سهم خودمو بذارم، شما سهم خودتو بذاری، مثل همون موقعی که ما 14 نفر برای هفته نیم یه ساعت، هفته یک ساعت برنامه چشمنداز یا یکی دیگه چی بود مال خانم عجب اسما یادمون میره ها، حالا نمیدونم، امیدوارم که این دوستان گله من نشن. در صورت اینو اون عمه من به مادرم میگه داش دوستی مازنی هستیم، شما مازنی یعنی چی؟ مازندرانی هستیم. سم اوستا اینو میگه. در اصل ممنونم دوستان، همین که شما هستید اینجا وجودتون برای ما دلگرمی است و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه‌های خودتون رو داشته باشید و به شهادت و گواهی اونایی که در تلویزیون مردم بودن، اونایی که با من مخالف بودن، اونایی که دوست و یار و یاور فولادوند بودن، میگه من برگشتم به دوستام گفتم که آقا این سوربی همون موقعم درست میگفت، ما تو شور حسینی گرفتار بودیم،
نمیفهمیدیم و حالا امروز فهمیدیم که این همون موقع درست میگفت. البته خود منم اون موقع یک کمی روانی بودم، حالا روانی تر، و همش فکر میکردم که آزادی اینه که هر چی دلمون میخواد هر جا میخوایم بگیم، ولی بعد فهمیدم که نه آقا، آزادی اینه که به آزادی دیگران به اصطلاح ما تجاوز نکنیم، حق اونا هم محفوظ بشه. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. بله میدونم فیسبوک میتونی مجانی ویدیو بذاری، یوتیوب میتونی مجانی بذاری، خیلی جای دیگه هستن میتونی مجانی بذاری، ولی مردم تیوی به خاطر اینکه هدفش اینه مفتخوری رو از وجود ما ایرانی ها، اینجا دیدی وقتی یه نفر معتاده میبرن اول بهش میگن باید بیای سمزدائی، یعنی این سم اعتیاد رو از بدنت بیرون کنیم. و دیدید آقای روزبه چقدر قشنگ میگه، میگه آقا نه شاه اینقدی بده که این سربی میگه، نه شیخ اینقدی بده که ما میگیم، خودمون هم بدیم، کارمون خیلی خرابه، بیاین کارمون رو قدم به قدم درست کنیم، یاد بگیریم. من الان دیدم مهمونی ها که میرم به نسبت 10 سال پیش خیلی خوب شده. به نسبت 10 سال پیش که میرفتی آقای دکتر شما بفرمایید اینجا، میگم مرد حسابی تو میتونی این که میاد بعد تو بری آخر صف، ولی تو نمیتونی اینو بیاری جلو من. آقا این سربی هم شورشی ها، آقا شورشی نیستم، تو احمقی باعث میشه منه آدمی که اومدم اینجا حالا امشب لذت ببرم از موسیقی یا از شام یا از مهمونی، من اینجوری شورشو در بیارم، شورشی بشم. هی تیپ سال شما بیا اینجا. البته بعضی ها وجدان دارن میگن نه خیلی ممنون من میرم ته سر، یعنی تام آدم شد دفعه دیگه به من نگو هم چیزی، آبرو منه نبر جلو بچه ها، بچه ها دارن راه میفتن، نسل بعدی حتی اگه ما میخوایم یه اشتباهی بکنیم اونها به اون میگن، معمولا هم میگن بابا زشته، مادرها خیلی زودتر از ما یاد گرفتن. ممنونم از خانم های عزیز، بازم ممنونم از دوستانی که با ما بودند و هستند. با ما باشید، برنامه تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، و اگر فکر میکنید در برنامه من عیبی هست، اشکالی هست، خب شما بیا برنامه خودتو بذار. این دوستمون که از آلمان امروز صبح تماس گرفتیم و صحبت کردیم، گفتم آقا شما بیا اون نوشته تو من بخونم راجع به زاینده رود، چون من وقتی اصفهان بودم تابستون بود، زاینده رود خوش بود، میمادن توش والیبال و فوتبال بازی میکردن، و وقتی ما گفتیم مگه اینا میگن زاینده رود این چی شده، زایده سر زا رفته، میگفتن نه آقا این اصلا اصل زاینده رود مثل رودخونه خشک شیراز افشین میدونه، برای آب بارون و آب سیل و اینها هست که سیل تو شهر نیاد، ولی این رودخانه ای نیست که مثلا از یه چشمه جایی، من تا اونجا میدونم، شما زیادتر میدونی، شما بیا. اگه فکر میکنی من کامل نگفتم تقصیر من نیست، فوری فکر نکن این مأمور به همین خاطر کامل نگفت، شما بیا کاملشو بگو. چرا؟ گفت اون آینه از حقیقت یه آینه است که از آسمان افتاده شکسته، هر کدوم از ما یه تیکش رو برداشتیم توش نگاه میکنیم خودمون رو میبینیم فکر میکنیم این حقیقته، نه خیر اینجوری نیست، همه اینا رو بذاریم کنار هم حقیقت پیدا میشه. در اصل برگردیم به این آقای محسن نژاد، ایشون نوشته که برای توجه شما خطر سربنیست شدن این زنان وجود دارد، کاری که او کرد در رابطه با همون زنان یا دختران خیابان انقلاب هست که من خبر بعدیش این بود که ایشون آزاد شده، وقتی خیلی زیاد و زیادتر بشه خب اونام نمیتونن همه رو زندان بندازن، که این همون حرفیه که من میزنم، اون دلغکی که میگه برو خونه همسایت زنگ بزن و در برو، احمق، خب این کار ما بچه که بودیم بلد نبودیم انجام میدادیم، تا اون میخوای مردمی که 40 سال میگن ما زج کشیدیم فهمیدیم برن در خونه همدیگه زنگ بزنن برن، یا برن بانک آتیش بزنن، ولی گاندی میگه بیشین تو خیابون اگه یکی تونم زد انگلیسی زد خونین شد ببرش تا، مارتین لوتر کینگ میگه بیا تو خیابون اینجوری کن اونجوری کن راهپیمایی کن از این شهر به اون شهر، ولی ملیجک آخوندا این سید دلغک کمدین بیمزه که فقط یک رژیمی مثل جمهوری اسلامی حاضر بوده اینو استخدام کنه، حالا آمده اینجا، بعدم دیدید که با چه خجالتی باید بره کنار.
دوستان عزیز، از اینکه با من بودید، با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. یه بار دیگه از مهمون برنامه آقای اردوان روزبه تشکر میکنم و یه فیلمی رو براتون در نظر گرفتیم که با کمک اون دوستی که متاسفانه از ایران که آمده بعدم فهمیده که سوربی درست گفته، نه ایران جهنمه نه اینجا بهشت برینه، ما میتونیم ایران رو تبدیل به بهشت کنیم، ما آدما میتونیم آمریکا رو تبدیل به جهنم کنیم. آقای روزبه قشنگ توضیح داد، گفت من وقتی اومدم اینجا دیدم آقا اگه یه روز نریم نون در بیاری فردا خونت هم از دست میدی کنار خیابونی. برید گاهی وقتی از اینایی که کنار خیابون هستن، هوملس هستن، سوال کنید. یادم سالها پیش یکیش بود، افسر ارتش بود، سرهنگ، کلونل بود، کلونل ارتش آمریکا بود، هوملس بود. روز روزگار بر شما خوش. و این فیلم رو هم تقدیم میکنیم به شما از طرف این دوستمون و امیدواریم قبل از اینکه این گونه کارها رو انجام بدن به خطراتش پی ببرن، نقشه راه داشته باشن. راجع به نقشه راه که صحبت میکردم، خانم لیلا میلانی نوشته بود که این کتاب آقای فلانی اگه به من پول هم بدن من نمیخونم. خب اشکال همینه، فعلا که مجانیه بخون، شاید نظرت عوض بشه. این پولم نمیدن یعنی من خوندمش مثلا اینقدر باهاش مخالفم. بیاین مخالفت کنید، پیام بذارید، شما که قبلا این کارو میکردید پیام بذارید، نظراتتون رو بگید. بازم ممنون، ممنونم از تمام دوستانی که به خاطر این سینوس و سرماخوردگی برای من نسخه های مختلف و معجون های مختلف، تهیه معجون های مختلف، ولی تا اونجایی که خودم میدونم یک آنتیبیوتیک، دو این برنامه که یه چیزی میخرین و به اصطلاح میذارید روی حتی بخاری شما میتونید بذارید و آب گرم بشه و رطوبت بره تو هوا، هوا رو که مرطوب کنید این مخاط بینی خیس میشه و رطوبت اینا باعث میشه که وقتی نفس میکشید اگر چیز بدی باشه بچسبه به این نره داخله. عجب سیستمی درست کرده ها، ولی خدا دو سه تا سوراخ برای ما کم گذاشته. این سوراخ آب و هوا و خوراک، آقا سه تا میذاشتی، از این ور آب بریز مثل ماشین، از این ور آب بریز، از این ور روغن بریز، از اون ور هم مثلا بنزین بریز. چرا این تو ماشین آب و بنزین و روغن رو یه جا نذاشته؟ روز روزگارتون خوش و با امید دیدارتون جمعه، نه ببخشید چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. خیلی ممنون. بله ایشون نوشت من مازندرانی هستم، مازنی هستم، حالا نمیدونم شورت نوشتید یا خود شما اینجوری میگید. در صورت اون اولش بعضی وقتا این دوستان وقتی تون میخوان میزنن یه چیزایی یادشون میره، یه چیزایی از قلم میفته. با امید روزای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.